بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام عرض میکنم حضور یک یک شما. آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین به صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین. آرزو دارم هفته بسیار بسیار خوبی را سپری کرده باشین، هفته های خوشی در انتظارتان باشه. سجی هستم، برنامه مرا از لس آنجلس از تلویزیون افغانستان تماشا میکنین. همچنان برنامه ما زنده فعلا در صفحات فیسبوک افغانستان تیوی و همچنان صفحه عمومی سجی کامبنی پیج به صورت مستقیم نشر میشه و یک صفحه دیگه که هم دارم قبلا شما هم رفیق هستیم. خب اولا بگذارین که من از دوست بسیار عزیز و نازنین تیمشا جان حسن که متصدی برنامه خانه و خانواده با سالها با تلویزیون های که در بیرون مرزی است برنامه فوق‌العاده دارن و از زمان بسیار به گفته خودشان جوانی در افغانستان در رادیو افغانستان فعالیت شروع کردن، دوست بسیار عزیز و مهربان هستن. در هفته گذشته در برنامهشان در قسمت ما بسیار زهر نوازی کردن، بسیار مهربانی کردن، بسیار لطف کردن که من ازشان یک دنیا و یک جهان ممنون و سپاسگزار هستم. تیمشا جان قند یک جهان تشکر میکنم. همچنان از کابل، از تلویزیون کابل یو اس ای جهان امتنان دارم که محترم آقای امان اشکریز و همچنان مؤسس مسئول یا مؤسس یا رئیس تلویزیون کابل یو اس ای آقای عباسی بسیار لطف و مهربانی کردن، آقای هاشم عباسی بسیار لطف کردن در مورد ما، در مورد کارهای تلویزیونی ما، در مورد سابقه ای تلویزیون، البته فعالیت هایی که ما سالها داشتیم صحبت ها کردن که ما البته یک دنیا و یک جانشان تشکر میکنم و بسیار زیاد آرزو دارم که ما تلویزیون هایی که در بیرون مرزی هستیم با هم کلابریت کنیم. باز هم از آقای اشکریز و آقای هاشم عباسی و تیمشا جان حسن یک دنیا و یک جان ممنون و سپاسگزار هستم. امروز میمان بسیار بسیار عزیزی دارم از کابل که البته چون شما میفهمین که اسکایپ یک اندازه مشکلات می داشته باشه و خط وصل میشه، البته از طریق تلفن میگیریم میشن. اینا یکی از کاندیدای مستقل بر پارلمان افغانستان، برای این پارلمانی که حالا در این روزا سر صدا را انداخته هستن، اسمشان است اجمل جان بلوچ زاده. من سالای قبل چندین بار امرای اجمل جان مصاحبه داشتم و آگاه سیاسی هستند، در مسائل افغانستان بسیار زیاد وارد هستند و ما بسیار زیاد خوشحال هستم که میبینم که یک جوان مثل اجمل جان جوانای دیگه وارد این کارزار انتخاباتی شدن. و چیزی که بر ما بسیار زیاد جالب بود صحبتای خانم اجمل جان بود که در مورد شوهر خود صحبت میکرد. یعنی شما تا حال هیچ وکیلی را ندیدین یا کاندید را ندیدین که خانمش بیای مقابل مردم استاد شوه یا میکروفون یا یک جایی در مورد شوهر خود صحبت کنه. من میخوایم که امی کلپ خانمشانه خانم اجمل جان بر شما بگذارم و با تعقیب از اون میریم یک کلپ خود اجمل جان میگذارم که یک اندازه با صحبتاش، با طرز تفکرش، با طرز دیدش آشنایی پیدا کنین و انشالله که باز تلفنشان بیاد، چرا که من گفتم که یک 20 دقیقه بعد زنگ بزنم. بعد از او باز صحبت ها رو امرشان آغاز میکنیم و باز اگر بیننده عزیز شما هم صحبت های سوالات ازشان دارین میتونین که مطرح کنین. بیاین که بریم کلپ ببینیم بسیار کوتاه، یک دقیقه است، برمیگردیم با شما باشیم. ما میخواییم که عزت و اعتبارت دوباره به خانه ملت باز دهد. من عکس خانم اجمل، اجمل را که من میشناسم، حالا میخواییم با شما معرفی کنم. اجمل کسی است که با پدر و مادر خود و با پدر و مادر ما احترام دارد. تمام فرصت ها را بر ما مهیا ساخته تا درس بخونم، در جامعه باشم و کار. امروز شش میزان کمپاین انتخاباتی است، میریم به طرف امید، میریم به طرف تغییر. حالا نوبت ماست، حالا ما می توانیم که توقعات مردم خود یک بخش شمولیت بکنیم. ما با حکومت فروشات هم هستیم، ما با پارلمان فروشات هم هستیم و ما با قضا فروشات هم هستیم.
حالا میخواین این پارلمانتان رو بفروشد، اجازه بدین قباله هایش همش آماده است. همین لحظه آماده است. یکی از مسئولیت هایی است که نگذاریم این بار پارلمان فروخته شد. اجمل جان، از تو خواهش میکنم جانم مادر کن، بسیار متوجه از این مردم باشیم. ولی زاده صاحب یک شخصیت هست، غریب پروا، جوان دوست که مرا رنمایی کرد، یعنی یک فکر خیابانی بینم در سرک بار میکرد. اجمل بلوچ زاده، کاندید مستقل پارلمان، شماره انتخاباتی. بله بیننده عزیز، ما چون در سابق با اجمل جان یک مصاحبه داشتم و وقت دیدم در صفحات فیسبوک نام خدا بسیار زیاد فعال است و مردم بسیار طرفدارش است، به این اساس خواستیم که امروز یک صحبتای در مورد یک خود کاندید کردن برای انتخابات. اینال میریم یک کلیپ شنا میبینیم تقریبا در حدود 6 دقیقه است و شما خوب گوش کنین همین صحبتایی که به هفته ما میکنم و درد دل شماست. اجمل جان بر شما از طریقی که در یک تلویزیون یک مصاحبه کرده صحبتایشان هم میشنیم، با ما باشین. هستن وکلایی که هیچ درآمد ندارن، هستن وکلایی که هیچ دانش ندارن و هیچ اگر از قدرت هم برکنار شون یک آدم عادی جامعه خواهد بود، ولی این 50,000 افغانی خواهد تانست که یک قسمت از گوشه زندگی از دوره در حقیقت بچرخاند. نکته دوم بسیار مهم است که مسئولیت سیاسی اینها است. با موجودیت این مسئولیت افرادی که قتل کردند، شما شاهد بودین که برخی از وکلا آدم ها را به قتل رساندند، اینها از قانون، از پیگرد قانونی معاف میشن. این نکته دوم است که پیشتر ما برش اشاره کردم، افرادی که جنایت کردند، ظلم کردند، یک خانه ام به خود پیدا میکنند، شلتر پیدا میشه برشان. این شلتر پارلمان خواهد بود، با زور و بدون این که بتانن جاهای مورد پیگرد قرار بگیرن و یا در دستگاه عدلی قضایی اینها مراجعه راجع شون، اینها میان به پارلمان. و این تاکید میکنم، اما طوری که ما یادداشت دادیم گفتیم این کمیسیون انتخابات را به بحران میبره. این افراد افراد حکومتی هستند، این افراد افراد درایت برگزاری انتخابات را ندارن. حالا تاکید میکنیم افرادی که خودشان را کاندید پارلمان میکنن متوجه باشن، افرادی که خودشان را کاندید شورای ولایتی کردن متوجه باشن که این پارلمان از افراد اشخاصی که متخصص است، دانشمند است، کارا است، دلسوز است، مربوط از اینا نخواهد. نکته سوم مهم است، میگن برای فرزندان ما پاسپورت خدمت کردن. خب این پاسپورت خدمت مربوط کارمندان و افراد بلند رتبه دولتی است. شما فرض بکنید یک وکیل پارلمان است 12 تا طفل داشته باشه، این 12 تا پاسپورت خدمت باید داشته باشه. اوش که باز 2 تا زن داره، اوش که باز 3 تا زن داره، اوش که باز 4 تا زن داره، مجموعه اوسط اطفال از این در نظر بگیریم 24 طفل داشته باشه. کسی که 4 تا زن داشته باشه در به صورت اوسط یا کمتر از این پاسپورت، 24 تا پاسپورت خدمت برای اینا داده شه. و اینها چی برتری دارن نسبت به یک جوان و به یک طفل دیگه که در سایر شهروندان که قانون اساسی میگه، قانون اساسی هم حقوق تمام ادبا با هم برابر. حتی شما فکر بکنید که اگر یک خانم وکیل حامله باشه، طفلش در بطنش میتونه یک پاسپورت خدمت از زمان که تولد میشه داره یک پاسپورت باشه، تضمین شده، گارانتی شده. و در نهایت دو تا عسکر پلیس، این دو تا عسکر پلیس پیشنهاد باید شوه، اولا که وزارت داخلی افغانستان باید یک گارد خاص یا یک قطعه ویژه محافظین و کلا را اول به وجود بیاره. کار وکیل زمانی که دو تا عسکر نیاز داره، این دو تا عسکر را ضرب بزنید به 249 و یا به سناتورای کلی دارن، حتی شورای ولایتی احتمالا یه اداره داشته باشن که مربوط ما هم میشه. یک قطع کار است، باز پول ازی از کجا میشه، درآمد ازی از کجا میشه، عاید ازی از کجا میشه. و در نهایت سلاحایی که باید در دسترس از اینا قرار داده شه، زیر دو تا داشتن دو تا عسکر باز اینها خب یک توله امر خود انتقال میتنه در سرکا میگردانه. بولو هست بحثی است که این چهار نقطه بسیار. بله بیننده عزیز، آقای اجمل بلوچ‌زاده، چنانچه که قبلا بر شما گفتم که ما در سابق هم امروشان یک مصاحبه داشتم، چندین بار آقای مسائل سیاسی هستند، در جنگ‌های افغانستان بزرگ شدن، یک نوشته در روزنامه 8 صبح نمودن که ما میخوایم که یک قسمت امین شیش بر شما بخوانم. نوشته کردن که در 18 سال
یک خوب گوش کنین، در 18 سال یک اقلیت کوچک و منفعت طلب تمام هستی و دارایی ملت عزیز ما را به تاراج بردن. ما شاهد حضور افراد مفسد تاراجگر در سکتورهای مختلف دولتی بودیم. این گروه با پولهای اختصاص داده شده بر شاگردان مکتب، نیروهای دفاعی، امنیتی، دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها، بودجه احداث سرک‌ها، پل‌ها را دستبرد کردند، زر اندوزی نامشروع کردند و زندگی مرفه را برای خود و فرزندانشان در داخل و حتی کشورهای دوست فراهم نمودند. اما این آقایون برای مردم ما فقر، بیکاری، بی سرپناهی، درآمد اندک، ناامیدی به میراث گذاشتن. خب آرزو میکنم، امید میکنم که اجمل جان زنگ بزنن، میگه چی که من گفتم میشن 20 دقیقه پیش از اینکه اجمل جان تلفنشان بیایه، میخواستم در مورد یک موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی که در این یک دو سه هفته قبل اتفاق افتاد که البته مربوط مواد مخدر میشه و مخصوصا جوانایی که در امریکا هستن و در افغانستان خب بیچاره میرن مواد مخدر هر بد بلایی که هست بد در وجود خود مندازن که بدبختی ها را از سر خود به اصطلاح پس کنن. پسر من یک دوستش، بچه خالی دوست پسرم، یک دکتر فوق العاده در یکی از شفاخانه‌های امریکا، دکتری که بسیار پردرآمد، پول بسیار خوب می‌ساخت، زندگی بسیار خوب داشت و بالاخره با دوستای نااهل که سر دوچار میشه، البته یک دکتر هم هست، خب اگر بعض وقت در بعض محافل دوستا همی درگ پیشنهاد میکنن که بیا یک ذره ترایک و خیر است، یک ذره بگی از امی اگر میروان است بکش یا بعد بلای دیگه شد نمیفهمم. خب این جوان که تقریبا 40 سالش بود یا مقدر، ای به شدیدن معتاد شد به مواد مخدر. آیستا دید که والا چی یک چیز است این مواد مخدر، آیستا معتاد شد و سه هفته قبل بود ای را از شفاخانه کشیدن و بالاخره ای پسر خودکشی کرد. فکر میکنم اجمل جان باید باشه. اجمل جان؟ بله سایده جان، سلام. سلام اجمل جان، گل چی حال دارین؟ خسته نباشین، چطور هستین؟ خوبست، سلامت. مثل که از ورزش آمدین، هم تو دویده نفس سخته، خیریت خواست؟ نه، کجا ورزشم؟ خواهد جلسات کنیم، نه یک دوست دیگه آمده بودم دیدیم تمام شد. آها. شما تلفن کردیم. اجمل جان، من میخوایم من امیل یک کلپ شما رو به بیننده گذاشتم که شما صحبت هایی که میکنین صحبت هاییست که من به سالها میکنم، درد دل هموطن های ما هست و همچنان خانم عزیزتان، کلپ از اونا رو گذاشتم که در مورد بر اولین بار یک کاندید خانمش میایم، پدر مادر فامیل اولادا همگی میاین و در مورد کاندیدی که شما باشین صحبت میکنن، که من بسیار زیاد خوشحال هستم و بسیار زیاد خوشحال هستم که شما در این انتخابات یعنی خود نامزد کردین. اول میخوایم که برای می بیننده ما هموطنایی که در فیسبوک هستن به صورت مکمل خود معرفی کنین برای هموطنای ما، راجع به تحصیلاتتان، راجع به کارهایی که در افغانستان کردین اگر امکان داشته باشه. خب اولا سلام به شما و بیننده های عزیز تلویزیون شما و هموطنان عزیزم در خارج از کشور. چنانچه گفتین، من مجمل بلوچ‌زاده است. من در سال 1360 در کابل تولد شدم. بعد از سن کودکی در کودکستان بودیم و مادرم رشتهش کودکستان بود، پدرم کارش در حکومت بود. رفتیم طرف مکتب به لیسه استقلال تا 1368 بود که شامل لیسه استقلال شده. 3 سال اول مکتب با سیستم و نظام آزمایشی دکتر سبنجی درس خواندیم، بعد از 1974 شدیم
نمیدم ما در سال بانساب تعلیمی پاکستان آغاز کردیم و بعد جنگ های داخلی شده در چهار مشکلات مرتب میرفت که ما درس میخواندیم من با چون بسیز خودم ذکر بود همواره مورد آماج عملات راکتی تنظیم ها قرار میگرفت خب در روز در یک سن پنج نفر چهار نفر ولی روز پیشتر هم در یک مصاحبه یاد کردیم استاد ما استادای ما از خود شامت نشان میدادن از خود استادگی نشان میدادن دو بیدون شرایط دشوار سخت میامدن سر صفحایشان و به درسای خود ادامه دادیم به تبقیبش سلسه هفت مکتب بودیم که طالبا ورد کابل شد و بعد از سلسه هفت تا دوازده که سال سیزده هشتاد میشد با نظام آموزشی طالبا درس خواندیم که منوشه مثال میتونم در زمانی که نصاب درسی ما تغییر کرد در اونجا زیادتر با می بستن و کشتن و نمیفهم چند تا روس چند تا کمونست را کشته و چند تا مرمی مصرف که جمع کنیمش چند می شود تاکیم پش کنیم چند می شود باز در زمان طالب ها یک نظمون داشتیم سرس نه و دوستانه که شاید خونده باشن یک سرس نه و اول از فعل زربه شروع می شود بزن باز یک فعل دیگه بود قتله بکش این همی کشتن بود و دستن بود اتفاقا بعد از ختم حکومت طالبا و یا سرمی بودی رژیم طالبا و آمدن حکومت انتقالی و حکومت آقای کرزی ما به تحصیلات عالی خود ارامه دادیم و در کل تخریب درس خواندیم شیم ساختمان است در این زمان که در کل تخریب درس میخوندیم رشته دوران مسئلی خود را ما در حدود 6 سال در کورس پلو و چند کورس دیگی ریاضی ها تدریس میکردم بخش الجبر هندسه و مثلثات فیزیک و به ترتیب از او علاقمند به این شدم که کم کم را بیارم به کارهای اجتماعی نهادهای جامعه مدنی سر صدایش بالا میشد کم کم مسائل بشری آمد مسائل که بیشتر تلاش میشد به خاطر دموکراسی را نهادی نکردن شایان بحثایی که در رابطه به حکومت داری خوب بود و آرزوها و آرمانهایی که مردم افغانستان را گم کرده بودند به خاطر مهاجر شدن خاطر ترک وطن کردن یا بعضیها در داخل وطن ماندند به میامید دانست یک روزی که حداقل دموکراسی نهادی نشود انتخابات برگزار شود حکومت داری خوب باشد خدمات اولین اولیه بر مردم ارائه شود یک اردوی خوب داشته باشد مکتب خوب داشته باشد بالاخره خب خب یعنی انگیزه که اجمل جان یعنی انگیزه که باعث شد که شما خود کاندید کنین امی بدبختی ها و نارسایی هایی که فعلا در افغانستان هست امی انگیزه شد که شما خود کاندید کردین؟ خب دقیقا زمانی که ما برای که در جامعه مدنی کار کردیم و بدرفتیم یک اشتی دیگر از جامعه شناسی خواندم باز مستقیم در علوم سیاسی کار کرد برچه مکمل در کابل خواندم بیرون از کشور هیچ تحصیل نکردیم و نداشتیم روز چند سیمینار که بودم به ترتیب از دو ما چون کار ما می بود نظارت می کردیم می دیدیم در رسانه ها می برای ما دیم صحبت می کردیم با تایف و های مختلف از جامعه ارتباط داشتیم بود ما چرا که می رفتیم به طرف دولت سازی به طرف ملت به طرف ساختارمان شدن نهادها متاسفانه چنین نشد دلیل عمده اساسی چی بود که افراد اشخاص یا ما از اینا به نام گروه اقلیت یاد میکنیم که همین افغانستان به گرو خود گرفتن به خودشان به فرزندشان به اولادشان به بنفسهشان و نمتا با کجا و کجا باشان پلان دارن برنامه دارن ولی کسانی که مستحق هستن درس میخوانن تحصیل میکنن زحمت میکشن از بدخشان هستن از تخار هستن از هلمند هستن از بامیان هستن از سایر ولایتهای دیگه به خاطر از اینکه حمایت سیاسی ندارن به خاطر اینکه پول ندارن و به خاطر اینکه روابط قومی ندارن اینها نمیتونن در چنین کرسی های جامعه جاشه اگر وزیدیت اگر حواس اگر نهادهای انتخاب و انتخاب و انتخاب و انتخابی ماست در سایر که بچه کار بینا با این لحاظ به فکر ما این شد که اگر این به روان بودم و پیدا بکنه و این گاز خوبی شده حکومت دولت و این کرسی ها در مجموع بعد میتونه زیان های بسیار کلامی را به نسل نو افغانستان در جوان های افغانستان بیاره سرخوردگی میره شما دیدیم که چقدر جوان های ما دست به فرار از کشور زدن دست به مهاجرت ها زدن و مجموعه اینها را شما بیدور شش از من بخش بدیم ما دیدیم که در ترکیه در آبها حق شدن و بلاخره به
در ایتالیا چی وضعیت کرده، همان چی وضعیت کرده، مثلا چی وضعیت کرده. مجموعه سرخوردگی اجتماعی برای که کم زدن شهروندان داخل اجتماع و که جامعه نزداد به شهروندانش به اکناه هست که در مجموع دولت نزداد به شهروندان به اکناه هست. ما فرد دایی بگاشتیم و فکر مورید که مراکتاب ما باید استاد شدیم آمد بکنیم و استادگی بکنیم علای افراد این اشخاص و مخاطر شد که با جمع از دوستا و رفیقایی که داشتیم مشوره کردیم، حمایت کردن با توجه به ای که سخت دست و پنجه نرم میکنیم با مشکلات مالی در مارکت انتخابات فیلی میلیون ها میلیون دلار مثلا بگذن با نمیتونیم به هیچ عنوان با این پول ها رقابت بکنیم. تقلب بحث شد بحث جدی سمتن تضمین شفافیت انتخاباتی وجود نداره. یک نگران جدی ده در بین کانت ها با وجود داره و در این زمان مسئله قومی که در بین پایان توده ها وقتی به شما میریم صحبت میکنیم بحث میکنیم چون چیزای وجود نداره، اما ابزار ساختن شک گروه از افراد میخواییم با این دکت وارد بحث وارد سنش ما با مجموعی از اقوام افغانستان و تماس شدیم در مجموعی تذکره های در زمانی که ما جمع آوری کردم به خاطر کاندیدا شدن در حدود یک هزار تذکره بود. بیشترین تذکره های ما از پشتون ها، از ازبک ها، از تاجک ها، از هزاره ها، از سایر اقوام است. نشان داد که ما در یک ولایت پایان تر، در یک سطح پایان تر از سطح قدرت هیچ مشکل میان اقوام، هیچ مشکل میان دوستان و رفیقان و کسانی که همراهشان نشست داریم، هم فکر هستیم، هم مفکر هستیم ندارم. اما شما زمانی که در رأس میرسیم، در حرم میرسیم، بازیگرای سیاسی، بازیگرای قدرت به خاطر که به خاطر بقای خودشان، به خاطر حفظ خودشان وضعیت بدگونی را روبه کردن که فکر میشد افغانستان همه مشکلاتشان نیست، در حالی که ما یک لایه پایانتر بدیم چون چیز نیست و این نمیفهم که چرا به شکل قانون میشد چی برنامه است. خب گپای دارده اجمل جون بود که ما اجمل جان صحبتتان خلاص شد که من یک سوال دیگر مطرح کنم به خاطر از اینکه من یک نکته میگم اوکی بفرمایید. که ما در دوشت که ما از پارلمان های گذشته داشتیم این مراتب نقل نو افغانستان با برنامه وارد پارلمان بشن، برنامه دارم در رابطه به اینکه چگونه حیثیت اعتبار بر بگردنم به خانه بلند. این خانه به حد کافی توهین شد، تحقیر شد به خاطر این که افراد اشخاص که نمیتونستن نمایندگی بکنم از مردم افغانستان در اینجا جای گرفتن. مطلبش ما این است که با جمع جماعت از دوستا و رفیقای که به تماس هستیم اگر بتانیم ما این بنبست ها و این مقاومت هایی که اونا ایجاد کردن، صف ها و دیوار ها و استحکامات را که سر رای ما ایجاد کردن بتانیم به این مرحله سر رای خود دور بکنیم و بونس بسازیم فضا را بر کسانی که علاقمند هستند در پروسه های مختلف سهم بگیرند با امکانات بسیار جلوی قانون درشان پیش بگیرده صداقت داشته باشند، دوستی داشته باشند، دوستی داشته باشند، مردمشان دوست داشته باشند، وطنشان دوست داشته باشند. اینا باید توارث پیدا بکنند، اینا باید کار بیشتر بکنند تا به اینکه خائنین به وطن، وطن فروشان، پارلمان فروشان، حکومت فروشان، قضا فروشان بیان در این کسی ها بشن. بیشتر هستیم، ما اکثریت هستیم. به خاطر با برنامه وارد صحنه شدیم، در رقابت ها هم نمشب شما تعقیب میکنیم، برنامه های ما را نمیکنیم. نسل ما یک سال یک گردن بالا تر از همه با برنامه وارد صحنه شدیم و استدلال هایی که داریم، برنامه های را که راه میکنیم، درد مردم خدا میشنویم. هر کدامشان از مشکلات زیاد بعد از 18 سال نوز هم در سروی وقتی که شما میرین کلینیک نیست، شفاخانه نیست، با استاندارد های که مکتب های معیاری استاندارد نیست، وقتی که در قرباغ میریم، وقتی که در کلکان میریم، وقتی که در فرزن میریم، وقتی که در استالس میریم، مجموعی ولسوالی 14 ولسوالی حتی در نواحی کابل چی نه؟ در نواحی کابل مردم از اولوگیدی هوا از ناپاکی شهر رنج میبرن، از سیستم ترافیکی رنج میبرن، از نبود امنیت، از دختر آزاری و زن آزاری رنج میزن، از کیسه بوری و از قتل هایی که سازمان نمیشه یا نمیشه یا نتایج میدارن، از اینا رنج میزن. بعد از 18 سال بعد همه به امید و به ایمان رفتیم به طرف مرزش ها و خواسته ها و اون چیز میخواستیم، اما در آخر بعد از 18 سال این 18 سال ما درست در یک موقعیت قرار داریم که هیچ تفاوت نداره با سالهای قبل. یعنی به این معنا که فقط یک ظاهر تغییر کرده،
آتمان ها هست یک چیزای پول دازیم آمده مطالب خوب هست، اما اساس و بنیاد جامعه که ما بیشتر تاکیدیم در اقتصاد هست، فابریکه نداریم، زوج برک ما دست تاجکستان هست، تمام مواد اکمالاتی خوراکی ما هست پاکستان، پاکستان خوش باشه دندرش باز باشه، ما سیر هستیم باشه بستر همه مردم برستان ایمانم سر نخواد هستیم بوده، اما این نترسیم ما اگر افغانستان خود کفاره که در کنفرانس توکیو بحث شما کنم کرده بوده و برانه من دیگه جان خودی باشتم این بس همه میشه. این مجموعی درد، مجموعی بودن در کشور، مجموعی تجربه های تلخ، مجموعی دیده ها و شنیده ها و در عین زمان غصه ها و رنج هایی که از این رنج های بیکران شده شده مردم ما داشتن، ما رو داشته ای که اگر ما بتانیم همون تعهد را که میکنیم، همون اعتماد را که مردم بالای ما میکنیم، این مراتب ما بتانیم به یک فصل جدید از بحث وارد سر نشیم. یک فرضیه داره، یک پیش فرض داره، اگر مردم افغانستان در انتخابات شد سهم بگیرن و نماینده های خوب را از تمام ولایت ها شناسایی کنیم ورود پارلمان بکنن، به یقین بفهم میگم که ما میتونیم یک قوه خوب را در کنار قوه اجرایی در کنار قوه قضایی به عنوان همکار معرفی بکنیم، توازن قوا به وجود بیاریم، تفکیک قوا را که در حقیقت و خودش یک اصل است در دموکراسی گیری رعایت بکنیم و در نهایت همه همکار در کنار هم به مسابه یک دولت به مردم خدمات ارزون داره، چه به لحاظ قانونی است، چه به لحاظ اجرایی است و چه به لحاظ تامین عدالت است انجام بدیم. اما اگر مردم ما این بار اشتباه بکنن یا این اشتباه را تکرار بکنن، افراد اشخاص را به خاطر دادن پول، به خاطر منفعت های شخصی، خب پول گپ با اجمل جان، پول گپ اجمل جان آم، مگر پول گپ حرف اول امروز میزنه، اما ما یک چیزی از شما همطور آیست آیسته پیش بریم. من از پیش شما چون ما شما رو یک شناخت هستان دارم که یک کاندید با تجربه در کارهای سیاسی و اداری و علمی هستین، آیا امکانات برنده شدن خودم میبینین؟ به شما گفتین یک تیم دارین، آیا این تیمتان منسجم است؟ چقدر نفر است؟ به خاطر از اینکه تیم هم بسیار مهم است و دیگه ای که حمایت مالی و پولی هم بسیار مهم است، با جیب خالی خودم نمیشه برای بازار یک پیاله چای بخره، این چیزا رو خودم همه گیش هم از نظر گرفته خب باز خودا کاندید میکنن. خب اولا در رابطه با برنده شدن ما این مردم خود میپرسم که ما میگم وقتی که ما میگم از نسل خود یاد میکنیم، اگر ما برنده نشین و قاچاقبرا برنده شوند، دزدها برنده شوند، کسایی که جنایت کردن اونا برنده شوند، کسانی که غاصب زمین بودن اقتصاد کردن اونا برنده شوند، خود اگر انتخاب کردن بعد اونا برنده شوند. اگر ما فرض بایی گذاشتیم که مردم آگاه شدن، مردم میفهمن، مردم از پارلمانشان ناراض هستن و در روی صحنه سابقا بین بعد بدتر میگفتن انتخاب کنیم، حالا باید بین خوب و خوبتر و خوبترین انتخاب بکنن، خوب و خوبتر و خوبترین ها در صحنه هستن، اگر این انتخاب دارن خود بدون شک برنده میدان ما هست، نصر ما هست، فکر ما هست، اندیشه ما هست، اما مفکوره های ما هست. اگر فرض بکنیم که نه چون نشده، خود کبید آدم های دیگه هستن اینجا آماده و تیار، هم پارلمان میفروشن هم پارلمان میخرن، اونو میتونم در راحتی بزنن، اما ما باور خود در فرضی اول گذاشتیم نیست که مردم اونو آگاه شده، مردم میفهمن، مردم از وکیلی که بازیگاه داره، از وکیلی که تلفنش جواب نمیده، از وکیلی که پشت در دروازش نفر میه و جواب میبینه و میده، از وکیلی که کارش انجام نمیده، مجموعی پروژه هایی که باید شامل بودجه ها میشد، اون بودجه ها را خود پروژه ها را شامل بودجه نکردن و زمانی که هم شامل بودجه شدن پولهای خیالی بوده و پولها خیالی به حساب ها دوباره پس در ختم سال بالی بیرون کشن داشتن. این حال ما دیده نوید که ما جز در این میدان ما نسل ما به یک کس نخواد بود اکمال دارد و بس ما برای دوزار بیان نمایدی خود داشته باشن، هر کس میخوای نمایدی خود داشته باشن، اما این مردم فقیر بیچاره اما یک چیزم اجمل جان، یک چیزم در مورد مردم برتان بگویم، دلشان که قار میشن، دلشان که خوش میشن، من موشف نیش افتالو میگم، مردم افغانستان، تعداد زیادی از مردم افغانستان
پشت اونمو وکیلای استاد میشن که برشان $100 میتن، پشت اونمو وکیلای استاد میشن که یک شب برشان پلاو پخته میکنن، پشت سر اونمو وکیلای استاد میشن که میفهمن که این امینا بسیار پولدار هستن، این امینا غارتگر هستن، این امینا غاصبین زمین هستن. این خو یک چیز بسیار واضحه، یک تجربه است که ما شما به سالا دیدیم. و اجمل جان، من در فیسبوک شما بسیار زیاد فعال هستین، مردم هم بسیار دوستتان داره، یک چیز بسیار واضحه است. ما هر زمانی که کامپیوتر رو روشن میکنم شما عکستان میایه و نوشتیتان میایه و چنانچه که در روزنامه عشق صبح یک نوشته بسیار بسیار مقبول کرده بدین، من قسمت از اون نوشته تانه خواندم که اونمو گپاییست که من در امی سالها میگم و درد دل تمام هموطنهای ماست. شما در شعارهای دو شعارتان ما دیدیم که بر من بسیار زیاد جالب است. یک شعارتان است که اقلیتهای اکثریت، و دوم شعارتان که از دخترم دفاع میکنم. امی اقلیت های اکثریت چی مانا به نظرش ما نفهمیدم، و از دخترم دفاع میکنم چی مانا؟ به خاطر ازی که امروز هر پدری که در دنیا است از اولاد خود دفاع میکنه، از دختر خود دفاع میکنه، از زن خود دفاع میکنه، از خواهر خود دفاع میکنه. چی هست امی دو شوهرتون معنایش؟ اولا اجازه بدیم که در رابطه با مردم یکی من این مسئله را مطرح بکنم که مردم ما امروز برخلاف نظریاتی که وجود دارد میخواهند رهایی پیدا بکنند. انسان انسانهایی که مارکت آلوده ساختن، بازار آلوده ساختن، ما رفتیم دیدیم، از نزدیک صحبت کردیم، به وقتا چیزایی در رسانه هاست. ما شکایت داریم از کسانی که این کار میکنن، یک بخش کوچک هم کل مردم افغانستان با سطور آمدن همشون، ما به یک بخش کلم داریم نور سعودی به گشتنش تقر کردن در اینجا ناهای نواهی کابل گشتن مدقل در سفرهای ولایتی که داشتیم، مردم ناراض هستند، مردم به سطور نده پول کار ندارن. همه مثال شدید که به دوره جنگ های داخلی ما نمورده، من گرسنگی در دوره طالبا هم خوراک خود نداشته و از بی پولی و از بی پیسگی نمورده. معروف بود که تیرم از خارج نازده $300 در دو سر درست شد بیترین نانم وقت که یا شوله بود یا برنج پرمر بود یا چای بود، هر چی که بودم زمانم غذا بود میخوردم، کس از گرسنگی نبود. حالا همچنین است، بعضی از آدم ها هستن، بعض از گروپ های مافیا هستن که کارا رو مطرح میکنن، بعضی رو برچسب میزنن به نام مردم. مردم ما میشناسیم، مردم احتمالا اگر تقلب نشه، اگر در سطح کلام کدام گفت سخن ایجاد نشه، این تغییر آمده نیست، یک بخشش تغییر میکنه. ما امیدواریم ما همین سوسیال جراتی رو میخواهیم بگویم که یک بخش این پارلمان رو ما تغییر خواهیم کرد، یا میل تغییر میتونیم، یا نسل دیگه که گنده سنه در مبازه سالست تغییر خواهیم داد. یک مورد در مورد شعارها خوب است، شعار هم اطلاعات که باید نباید کس بفهم. ما برخلاف این اشارهای واضح واضح گفتن میشد، ما گفتیم پرسش ایجاد کنیم، پرسش خلق کنیم که این چی معنا میتنی معنایش چیز هر که چیز. در رابطه باز حق دخترم دفاع میکنم، ما برای این شعار 3 روز کار کردیم و خواستیم که چون به حوزی کار ما بخش دادخواهی برای حقوق زنان بود و کار میکردم در کنار خانم های مبارز خود استاد بودیم، ما گفتیم که اگر بیاییم برون از حق زنان دفاع میکنیم اینجا خواهد بر رقب گفت دیگر میشتن میشد اگر قسم میشتن میشد یعنی که دو تطریه های زیاد میشد. بعد زیاد کلمات زیاد کنار هم گذاشتیم، بالاخره گفتیم بیاییم ایری خصوصی بسن، ایری خصوصی بسن. پشت از حق دخترم دفاع میکنم یک فاجعه خوابیده، پشت از حق دخترم دفاع میکنم یک تابو خوابیده، پشت از حق دخترم دفاع میکنیم یک داستان های غم‌انگیز خوابیده. نمونه مثالش، فرضاً زمانی که شما در داخل خانواده هستید، پدر شما، برادر شما حامی شماست و نه این حق در شما میده که شما تحصیل کنید، شما درس بخوانید، شما مشارکت داشته باشید در مسائل اجتماعی سیاسی، شما حق سفر داشته باشید، حتی شما حق انتخاب داشته باشید و این زمینه ها در خانواده سازماندهی میشه. بنابراین هر چی به لحاظ قانونی، چی به لحاظ شرعی شد چی کرد، این حق و حقوق یک زن است که باید برشته باشد. اما دیده میشه که سرخوزر زمانی که در شادید شمشیره به اگه اتهام 4 تا آدم که مدید نبود کیه است رد کود میشه، بعد با سنگ به سرش کوبیده میشه، بعد با
مترکشانده میشه به یک سمت و بعد حریف میشه و جسد مسوختیش ما میبریم و تظاهرات میکنیم، بعد میبریم در یک تپه دفنش میکنیم. پدرش چند بار در محکمه رفت، خانوادهش مصاحبهش شنیدن، اما در نهایت فراری دادنش بودن سخت تاجکستان بود کجا رفت. این فاجعه است. شما در حیرت میبینیم که دخترها، خانمها به لحاظ خشونتهای خانوادگی، به لحاظ مشکلاتی که وجود دارند، به لحاظ رسم و رسوم ناپسندی که از خودسوزی میکنند، خودکشی میکنند. شما در جرجان و فاریاب میبینید که دخترها را دوره میزنند، دخترها به سنگسار میکنند. بنابر اتهامات که نسبت به اونا وارد میشه، محاکم صحرایی، این داستان پشتش خوابیده از هر کس باید ناطق دخترش باشه. و زمانی که شما میخوانید نفق دخترم دفاع میکنند، گویند شما این بحث را مطرح میکنید. ما امروز زمانی که این شعار مطرح کردیم، حداقل شعار ما اگر 60,000 کسی رو خوانده باشه، خودش گفته این بحث که از حق دخترم دفاع میکنم، خودش گفته این بحث از زبان خود گفته. در موضوع فرخنده که گفتین اجمل جان، در مسئله فرخنده که گفتین، فرخنده را در شهر کابل طالبا سنگسار نکرد، داعش سنگسار نکرد، تک تک نکرد، زیر موتر نکرد، در نداد. جوانای اینمی جوانای در افغانستان در شهر کابل هستن که اینمی جوانا یک قسمتشان شاید به دور بر شما باشند، به دور بر تمام کاندیدای جوان باشند. نه اینال وقت یک دختر جوان در پیش روی یک مسجد اینا تک تک کردن، پدر به مادر بیچاره از او در خانه بود و اینال شما بر ما بگوین که هر کاری که مادرش کرد یا پدرش کرد، هیچ کس رسیدگی نکرد به صدای پدر و مادرش، چی رقم دفاع کنه از دختر خود؟ امی آله اینم یا شما فکر کنین که وکیل پارلمان هستین. خب حال ما تلاش میکنیم که استاد شویم و بگوییم که ما دفاع باید بکنیم، باید استاد شویم، بس مطرح بکنیم که باید طرف حق دختر ما دفاع کنیم. حالا تا دیروز نشد، این رس باید آغاز شد، بس آغاز شد. دختری که امروز از صبح از خانه میباید تا ساعت 12 بده در مکتب میباشد، تا خانه میباشد، مادر و پدرش یکم 20 دفعه 25 دفعه میخواد بفهمه دخترش کجا رو بودن، نمه کجا رفت، کجا شد، چی بد شد، درها چی بد شد، انتجار شد، انتحار شد، سبار شد، اختار شد، چی شد. خیابان آزیری یک بخش دیگه کلان از جامعه را از آن شما کلپا را میبینید. یک دختر بیچاره، یک خانم بیچاره به سر سرک استاد است، هزار تا موتر، ده ها تا موتر، ده ها تا موتر قطار استاد است که او خانم به موتر از دوران شد. یعنی یک نوع ارزش کشی، یک نوع به احترامی در جامعه مرمت شده. نیره شما بیترامی نگو اجمل جان، ما یاد میکنین از ما. اما ما اگر صادقانه چنین نمیگود، اگر صادقانه چنین نمیگود، ما خانم ما نمیکشید. من میفهم، اما شما که میگین صادقانه دیگه باید تغییر بکنید. اما وقتی که شما میگین که یک دختری که بروی خیابان استاده میشه، 20 مرد لچک کثیف که در خانه های خود زن هم دارن، اولاد هم دارن، موتر خود استاد میکنن که او دختر ببرن بر شهوترانی، در امی قسمت، در این امی موضوع، امی ملاگکایی که استاد میشن و یک دو سه خاننده را نمیفهمم روسپی میگن و هر چیزی کرد، اینا کجا هستن؟ در امو قسمت که مردای لچک کثیف شهوتران استاد میشه و این دختر سلام میزنه که بیا امرای ما برو، در اونجا پلیس در کجاست؟ آلی دختر بیچاره چی کنه؟ پدرش در مبین کار است چی کنه؟ مادرش چی کنه؟ تلفن داره؟ نداره؟ این خو یک چیز عجیب و غریب در مبین افغانستان است کنترل کردنش. من بسیار زیاد خوشحال هستم که شما این مسئله را امی که من از دخترم، از اخ دخترم دفاع میکنم، یک شعار فوق العاده بر تمام پدران میتونه باشه و پدران را و فامیلا را مردای کثیف متوجه بسازن که باید به حق یک دختر ظلم نکنن. موترهای خود را برای دخترها استاد هم من نمیفهم که چی برای مردم هستن و باز دادم از مسلمانی میزنن. از من جان شما جوانا که صحبت من اجازه بکن به این مورد صحبت بکنیم که بس قانون، بس قانونیت و بس اصلاحات مطرح شد. شما در اروپا مثال های زیاد از در امریکا تعمیر ندارید که امو بسیار زیر سن اجگر حداقل به طرفش کسل کنه.
یا مثلا نظم وجود داره اونجا، مقرده وجود داره، قانون وجود داره. در این زمان به سایر کشورها اینها بد شده. ما هرچی نباشه کشور در حال جنگ است، ما هرچی نباشه کشور تو بعد از جنگ گفتم ما کشور در حال جنگ است. شما اگر فکر میکنید که افغانستان ما در یک وضعیت بسیار خوب قرار داره، چنین نیست. اگر فکر میکنید که افغانستان ما در یک شرایط بسیار خوب قرار داره، چنین نیست. ما به لحاظ سیستم آموزشی ما مشکل داریم. همین معذرت از بچه ها و دخترهایی که از داخل مکاتب بیرون میشن، هایی که ما مطمئنده های نصاب ها رو دفتر دارم، یعنی یک میکانیزم آموزشی منظمه که افراد اشخاص تقدیم به جامعه بکنن، یک بخش کار هست. یک بخش دیگه از این بیسوادی هست، یک بخش دیگه از این ناآگاهی هست. مجموعی عامل سبب میشه که چون جامعه رو شکل بدن. حالا شما فکر میکنید که با این صحبت هایی که شما میکنید به موارد میگید جامعه ساخته نمیشه. این جامعه رو باید همون متخصصین، این جامعه رو باید همون کسانی که خودشان دانشمند خواهیدن و اروپا و از امریکا برو به افغانستان شدن ما میسودیم و بلاخذ در داخل همون ظرفیت وجود داشت یا نداشت، اینها باید کارهایی رو انجام بدیم. اما بعد از 18 سال ما تجربه های خوبی داریم، دانش خود پیدا کردیم، فهم خود پیدا کردیم، میفهمیم که چگونه مسیر بدیم، چگونه اصلاحات به وجود بیاریم. اگر شرایط مساعد باشه، اگر این امکانات در دسترس قرار داشته باشه، این همین لحظه بیشترین هزینه افغانستان، بیشترین سرمایه افغانستان صرف جنگش میشه. شما بر راستای صحت چقدر بودجه دارین؟ شما بر راستای معارف چقدر بودجه دارین؟ در انکشاف شهری چقدر بودجه دارین؟ در بخش زراعت چقدر بودجه دارین؟ در بخش مار و پلسازی و پلشکسازی اینا چقدر بودجه دارین؟ سیم حسی پول یعنی در مجموع پایانترین بودجه رو به درستا دارین. اون خود است که اجابت میشه. به اون خاطر من صحبت خود جمع میکنم خدمت شما، این که ما به هر شکل بود، به هر شکل بود خواستیم چنین بحث را داشته باشیم و نشان بدیم که زنای این سرزمین هم به عنوان سکر جامعه حق دارند که از حق و حقوقشان برخوردار باشن، مثل که مردها دارند و مثل که امروز سطح آگاهی خانم ها هم بلند رفته در مجموع خوبترین دخترهای تحصیل کرده داریم که سطح دکترا هم به سطح ماستر با زبانهای مختلف صحبت میکنند، در نهادهای حکومتی ما درس میخوانند، تحصیل میکنند، باشون در نهادهای حکومتی ما کار میکنند، موقفهای بسیار بلند دارند، کار هم میکنند و در این زمان جابهایی هم نیست، اون هم آگاهیدی هم میکنند. این ها از موارد است که در این بخش میشه اشاره کرده گفت که ما ناگزیر هستیم، ناگزیر هستیم از یک جایی شروع بکنیم. تا به اینجا آمدیم، تا به اینجا آمدیم و بعد یک کارهای صورت گرفته، یک دپای شده و این آزار از یادها اگر مثال بتیم یک شب حمل نمیشه، باید زیر سرش کار کرد، چون چی در هیچ کشور قبال حل نشده. اجمل جان شما که اجمل جان بین کم تراستاستا سوالام کوتاه جوابام کوتاه، شما جوانایی که وارد امی کارزارای انتخاباتی شدین و خود مستقل میگین، چقدر امی شما جوانا از نقطه نظر مفکوره، از نقطه نظر دید با هم نزدیک هستین، منسجم هستین، همدیگر یقینا میشناسین؟ مثلا آقای شیرزاد است و مهدی جان است که من اینا را مهدی جان را میشناسم، یا چقدر پراگنده هستین؟ ایره تا به حال متوجه شدین؟ یعنی که از نقطه نظر دید وقتی که صحبت های هم دیگر مشنوین و استاد میشین و سه چهار نفر بحث میکنین در امی تلویزیون ها، شما هم دیگر هم منسجم از نقطه نظر دید میبینین یا ایست که پراگنده هستین، یکی به یک طرف هست، یکی یک مفکوره داره، یکی یک مفکوره داره؟ در هیچ جای جهان، در هیچ جامعه شما نمیتونین که هم مفکوره ها را ایجاد بکنیم، خصوصا در جامعه که میریم به طرف جهانی شدن. حتی در حزب جمهوری خواه امریکا همه با هم اختلاف نظر دارند، حتی در حزب دموکرات های امریکا اختلاف نظر دارند. شما در کشورهای اروپایی میبینید که در داخل حزبشان اختلاف نظر وجود دارد، گفت وجود دارد. اما قصه ایست که در منافع کلان نمیبینیم. همه نوع امنیت در افغانستان میخواییم، همه نوع آرامی در افغانستان، همه ما از صلح در افغانستان میخواییم، همه ما از فساد به سطوح آمدیم، همه ما از وحشت، دهشت به این مسائل کجود از این بخشیم. در تصویر کلام به صد منافع ملی و در صد منافع اینی همه یک دید دارن، اما این اختلافات به این اختلاف نظر طبیعی است. اما کسرتگرایی رو وقتی که بحث مطرح میکنیم، کسرت نظر وقتی بحث مطرح میکنیم یا گاهی وقتا در ادبیات دیگه هم کار
فرهنگی یعنی اختلاف نظرهاست که سبب شناخت میشه و تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه و به من نشان میده که کی خوبتر برنامه داره، کی میتونه عملیش بسازه، کی میتونه صحبت بکنه. کسانی که شما دشنام گرفتید همش دوستا و رفیقای ما هم شما من همراه شیرزاد در یک تلویزیون مصاحبه داشتم، شاید پیشتر بخواهم تمام در یک تلویزیون مصاحبه داشتم، اینا همشون رفیقای دوستای ما هستن. نه درست است، در امری شما که مثال امریکا نه شما مخالفت های یک نکته مشترک داریم که خانم ملت باید پاک شد. مگر این درست که شما راجع به امریکا یا اروپا که گفتین مثلا از به دموکرات و ریپابلیکن و اینا که هستن وابستگی قومی لسانی زبانی ندارن. بعضی کسایی رو من میشناسم که وقتی درمی انتخابات خود کاندید کردن اینا شدیدن از نقطه نظر قومی آنقدر متعصب هستن، آنقدر تعصب دارن که تا خود افغان نمیگن، خود خراسانی میگن. من نمیفهمم که شما باشین که یک تلفن جواب بدیم که اگر وطن ما زنگ زدم میره بفرمایین بری خط هستین بیننده عزیز. سلام علیکم، تلویزیونتون خواهش میکنم پایین پخش کنیم. بله بفرمایید. سلام نظر شما برای سر سلام مدام میمان عزیزم، برای سر خلاف نگذارم از من باشد. من یک چند سوال میشه که سنجه جمع از پیش میمان شما کنم؟ مگر چند سوال؟ خب بسیار زیاد هست، سوال های تن کتا کتا کم کم سوال های خلاف خلاف میکنم. من از این بلوچستان سوال میکنم که آیا این پیکترهای یا اکسان یا خونه که در طرف که از این کسای کندیس کردن باشین کمی عکسایشان هم به میروی صفحه تلویزیون بگذارم که بیخی یک جشن است، شما سعی کنین عکسایشان شما چیز که ما بلیت سر میروی میگم که همه قرار دما افغانستان بچارا و مسکین غریب بچارا و یا اصلا همه قرار حساب بطر پکترا و عکسایی خورم همی کسر کار کاندید که در مصرف کنن نمیشه که میده مصرف بطر بچارا و کسر بروی سرک دم تفلا و خانما و مردا و یا کسر میده سرزن پیت خانم به مصرف رسان از طریق میرسانه و فیسبوک ها و تلویزیون ها و یا گفتای مهم خودانه میشن که بوین که چی خدمت کردن میتونن به غریب و غربه یا دسته میگن از این که مثل این وکیل هایی که در سابق دیرن بلند منگل ها دارن، شهرک ها دارن، چوری چپو های کردن سجده جان کل افغانستان ها چوری چپو های نمید اختتاب، دوزی، کل جلیزی پارلمان افغانستان میشه کلش دوز هست، کلش دوزدان هستن، دور از اینا، دور از کسای آدمای خود خود کاندید کرد، دور از کسایی که در پارلمان مثل ایوبی، مثل بشردر و سر، مثل زاوای سر بینید در کسای را منه میگم دور از اینا میگم من این قبلی خواستم که اکنومت بخواهیم آیا یا لطف کردیم، تشکر لطف کردیم میرب میربانی کردین، زنده باشین. اجمل جان گل، صحبت های هموطن ما رو شنیدین. در اولا در مورد امی پوسترها گفتن، واقعا دیدن از این پوسترها اینقدر من نمیفهمم که خنداور بگویم، مضحک بگویم، چی بگویم، نامش چی بانم. کاش که یک منار در امو منارایی که در کابل هستن اونا را هم از عکسای خود پر کنن. چرا یعنی اتریا میکنن؟ به خاطر چی؟ مثلا درست است که در امریکا وقت انتخابات میشه، ما والا دمی عمر زندگی خود ندیدیم کسایی که به پارلمان خود کاندید میکنم عکسای از اینا رو ببینم که برای سرکا به این ترتیب باشه. من میال عکسایشان رو گذاشتم. نظر شما چی از داری مثلا؟ چیزای تبلیغ از فرق میکنند مرموش روشهای از که هر کس به زمان خودش استفاده میکنه، کس پوستر میگیره، کس بلبورد میگیره، کس از طریق فیسبوک، از طریق شبکه‌های اجتماعی کمپاین میکنه، یک روش است. اما بس اساسی و هموطن ما که سوال میکنه که پول دیره بر فقیر بتیم و پول دیره بر بیچاره بتیم و پول دیره بقدر پول بقدر پول نیستو به لحاظ تبلیغی در یک جامعه شما میتونید تصاویر بسیار وحشتناک ببینید، شما این تصویرها رو میتونیم بسیار مسحک ببینید، اما در افغانستان یک امید ایجاد کرده. وقتی که اداره هم استاد میشه از امنیت بحث میکنه، حالا شارش درست هست نیست غلط هست به ما ارتباط نداره، برای صحبت هم نیست که یک شور یک هیجان ایجاد کرده. این تصویرها، این صحبتها، کس انتقاد میکنه، کس خوشش میاد، کس یقین هست که هم انتقاد هست هم بله یک شور آورده، یک هیجان آورده. انتخابات قرار بود برگزار نشه، بله قرار بود دوستی انتخابات برچیده شود، قرار بود برن.
حالا ما چهار تا غریبه نگاه بکنیم، من بکنیم بی دولت پس چی بکنیم، حکومت بکنیم. خب با وطنهای ما دیگه طرز یگان افادت بکنیم. بله از دیگر وطنهای ما در اونجا فقط این رسانه را کشمیدن یا چهار تا در پای قدرت را شمیدن فکر میکنم که یکی چون از درون نمیدیدن یعنی لازم تا ساعت 11 و 11 شب است من که شما صحبت میکنم این خب خاطر که من از طرف بر من کدام رای خواهد آمد شاید بعضا خوشی ده این صحبت ها شاید بعضا بد خواهد نه در فیسبوک بسیار تعریف میکنن نه در فیسبوک بسیار تعریف میکنن مردم میشینن جلسه میکنن صحبت میکنن گپ میزنن حرف میزنن انتخاب میکنن اکسای خدا بند میکنن بله بله تا سه شب تا دو شب مردم ها بیدارن کار میکنن اجمل جان باشیم که اجمل جان اجمل جان باشیم که اول اجمل جان اجمل جان صبر کنیم بیننده عزیز برای خط هستین بفرمایین سلام علیکم سلام علیکم بفرمایین سنجا جان سلام به شما و اجمل جان هم سلام برسن زنده باشین بفرمایین سوالتان کوتاه جواب کوتاه کوتاه بگم همین گپای اجمل جان من نفهمیدم فکر میکنم تلفون بسیار نزدیک گرفته بود یا هر چی که بود فهمیده نشد صاف فهمیده نشد خب ببخشین دیگران میفهمن من نمیفهم که شما چرا نمیفهمین باشین که هموطن دیگر جواب بگیم بیننده عزیز برای خط هستین بفرمایین سلام احترامات خود به شما ما تقدیم میکنم بله تشکر سلام به شما بفرمایین سوالتان کوتا من یک پیشنهاد داشتم که من این برنامه مصاحبات اکسلوره که از تردیدهای اولیش جرگه اینا سوال میکنن بله خود از اینا فکر میکنم که یکی از اینا از فاکولته ادبیات در رشته ژورنالیسم فارغ نشدن دوم لک سواد با زبان دری که گپ میزنن غلط صحبت کیره مثلا میگین شما مال امروی اجمل جان صحبت میکنیم شما راجع به کی صحبت میکنین منظورتان کی هست همین مصاحبات خو نامشان رو بگیرین خو نامشه که کاندیدا بگوین در جمله یکی آقای بلوچ زاده هم هست نی؟ خب بله اینا رو گفت به این که من سوال به این هست که کمی دو نفری که از کاندیدا سوال می کنند یا ابو افت جورنالیست هم اصلا مراحت نمی کنند و از زبانی که اونا صحبت می کنند اینا هم صحبت می کنند این دو نفر جورنالیستی که در شیشتر سوال می کنند اینا صحبت می کنند اصلا برای از این افار وقت نمیشن که از این جملات خودت تکلیل کنم تشکر خب سوالتان گرفتیم زنده باشین برادر عزیز باشین که اجمل جان از لانگ دیستنس برای خط هستن به او اساس من مجبور هستم که کوتا جوابتان رو بگیرم بیننده عزیز بفرمایین برای خط هستین سلام مجدد شما قطع کردین چی مرد نماندین این مرگر بزنم باز دوباره عرض میکنم بله اجمل جان سید ما از بسیار ثابت در تلویزیون میشناسم از تاریخ تلویزیون بله بله من ثابت شده که یک شخص جوان فامیده دانسته است بله وطن پرست یقینا یک مدت من نیافتمش بسیار جگرخون بودم که فکر میکردم خارج رفته از وطن آها اما بعدا باز پیدا شد بسیار خوش شدم و این جوان قراره که برای من ثابت شده بسیار یک جوان خوب است دانسته است فامیده است درد وطن داره بسیار خوش میشیم که این بخیر انشالله این تشکر این صحبت های تنه کردین این حال اجازه از خدافزی کنم امرویتن بله من این چیستم در کالیفرنیا زندگی میکنم در شمال کالیفرنیا بله مقصد یادم از تاریخ گفتارهایش گفتین این صحبت ها کردین که صحبت هایش نشنیدین یک دنیا تشکر از تلفونتان برادر عزیز گلوم مهربانی کردین بیننده عزیز برای خط هستین بفرمایین سجیه جان خان سلام بر شما و برمیمان محترمتان تقدیم میکنم من به اندازه خوش میشم که جوانا آقای رشید افغان ما بیاین بالاخره در پارلمان داخل شود و امی قشتک کشالا و نسپر پکا امی کسایی که در جلسات خوشان میبرد یا غیر حاضر میشدن خداوند یا را گم کنن اجمل جان قد چوکی پارلمان به اندازه خود از مکر بیتر میفهمید به اندازه مهم است شما قانون گذاری میکنید بسیار کوشش کن که دو پایه ده هم موزه کنید سر در اصل قانون در یه سه زرگویا اوش کنید که کسی دینا در آشتی مبارزه آشتی ناپذیر باشه
میدونی تو به ایمان و وجدان خدا و ننگ و ناموست ختمه. گوش کنی که با اینا همدست نشی. نه نمیشه اجمل جان، من میشناسم اجمل جان مثل از اون نیست. تشکر، زنده باشین، مهربان هستین، خدا امرتان باشه. بیننده عزیز بفرمایین بری خط هستین. سلام علیکم، سلام خوب مهربانی، زنده باشین، سوالتان کوتاه جواب کوتاه. بله، فقط مثلا میگفتم که اجمل جان ما از طریق تلویزیون میشناسم، بسیار صحبت های بسیار خوب میکنه، مردم باید بلدی بود. باور به خدا کنید که من نمیشناسمش، من از طریق تلویزیون همیشه مصاحبه اش دیدم، بسیار بچه خوب و فهم. شما میفهمین که اجمل جان کی است؟ اجمل جان کسی است که با دود و باروت و جنگ در او افغانستان بزرگ شده و درد مردم هم میفهمه، چرا خودش درد دیده، به این اساس میخواه که وارد این انتخابات شوه که مردم ها کمک کنه. بسیار کار خوب است و تیم بسیار خوب داره، امروز روز یک روز مصاحبه کردن امروش، بسیار تیم موفق و بسیار خوب. تشکر، انشالله وکیل یک درد مردم رو بخورم. تشکر، زنده باشین. اجمل جان، من میگم وطنها جو بگم که نظرشان راجع به شما ببینم. بیننده عزیز برای خط هستین، بفرمایین. بله، سلام علیکم. سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بفرمایین کوتا. برای میمان هستم هم بترم من تقدیم میکنم. اجمل جان، من یک سوال دیگه داشتم. سلام جان، امین اجمل جان خواهی کنید که در مرد این شویر خواهی سریف تیم دکتر عبدالله خودت تیم کرده یا مستقل است؟ مثلا من شما اگر شما اگر چیشه ببینین کلش نشته شده که اجمل بلوچ کاندید مستقل. تشکر، بسیار زیاد، باز خودشان جواب میگن. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سجاد جان سلام برسه به شما و به اجمل جان. سلام به شما برسه بیننده عزیز کوتا. اجمل جان، من مثلا هیچ والا بر افغانستان نگفته میتونم که امید هستم. یقینا سوال من این بود که کسای دیگه که قبلا بدن قماندان ها و جنگسالارا با پول گزاف اینا به انتخابات رفتن، اینا جوانای دیگه مثلا اجمل جان که اینا پول ندارن، پیسه ندارن، مثلا دوست و فرق ندارن، این سوال من اینه که از مشکلات خود بگویم که اینا چطور روز روزبار سپری میکنن اینجا و یادی؟ کاش که امکانات از این می بود که اجمل جان یک اکانت درست میکرد و هموطنهای ما که در خارج هستند برشان کمک، برای می مبارزات انتخاباتیشان کمک میکرد. واقعا اینمی جوان ها باید داخل پارلمان شوه، این خشت کشال ها باید پس شوه، این لونگی دارا باید پس شوه، اینا لیاقت از اینه نده، لیاقت شه اینی شازاده داره، یعنی شما ببینید عکس شه برای این خط شازاده. تشکر بیننده عزیز و گل مهربانی کردین که زنگ. بلا را پس اجدارا بالی سپا پشتر از اینا خداوند است. تشکر، خدا نگاه کنم، بگرد نمیشم مدر مشکلات بخواد، اگر بگویم که اینا چطور شده سفری میکنم با این مشکلات. حتما، تشکر جان من، با من خدا. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بفرمایین بری خط هستین. سلام، زنده باشین، شما چی حال دارین؟ بفرمایین. تشکر بینی از مرجان و از مرجان بلدوان شما اینجا در این صفحه خطم آوردیم. ما به ایشان قدم اقلاب به ایشان قدم اقلاب بردم، ولی معلوم میشه که ایشان شریف معلوم میشه. بسیار نظر ما فقط نظر شخصی هستم، خدا کنه که این وطندارای ما کنه انتقاد میگره. این مسائل انتخابات یا سیاست در افغانستان امروز بیخی او شهران فروشی و شهر خربوزی که افغانستان است، هر کس می خود کاندید میکنه و رپرتارش نوشته است که من افغان نیستم، کسی میگه من فرانکیستم، من فرانکیستم. اگر واقعا انتخابات به خاطر افغانستان باشه، باید افغانها مجلسم داشته باشن. این مردمهای که سالها چور کردن دوزی کردن و از بی 52 تیر خوردن و شیر خوردن و همه چیزی باشن دادن، دفعه اول امروز که روز خود گشتنه هستشن بی 52 امریکا هم روز دشمنشان شدن. یعنی افغانهایی که واقعا حقشان است و خودشان شعار میکنند که ما افغان هستیم و به افغانستان خدمت میکنیم و مردم مردم خدمت میکنیم. حتی از این مردم ها هستند، باید امیر از مردم رای بدن و به این ایمان داشته باشند، باور کنند. گفتی دوستای ما به این برنامه تا ما شنیدیم که خشتت خشالا و لنگیدارا و این پشت سالارا یا دیگه بلد نمیخورند. نیست که امریکا به زیان یک دیموکراسی آورده، اما دیموکراسی از یا با نفع یا با نفع کشور امریکا نیست و افغانستان نیست، یا با نفع دشمنای افغانستان است. و مثلا می شد یه وقتی که برنامه جور میکنه تمام برنامه سوکر به خلافات افغانستان، به تاریخ افغانستان
کنم. اوکی هموطن عزیز گل من بسیار زیاد تشکر. اینال اجمل جان شما صحبت هموطنها رو شنیدین به صورت مختصر، یک چیز برای تمام همه هموطنهایی که به مقابل شما بسیارشان محبت کردن یک چیز بگوین. ما که خارج از کشور هستن مصاحبه ها را میشنون و نظر دادن تشکر میکنم و جای دست و خوشیست که هنوز هم افغانستان را میبینن، افغانستان را میشنون و امیدوار هستیم که بتونیم همون درد هایی که داشتن و رنج هایی که دارن ما به قدر کوشش بیشتر گفتیم حل بکنیم. اجمل جان گل یک سوال، خب صحبت ها زیاد از بحث ها زیاد بود ولی من از همی کل گفه ها را در سه نقطه خلاصه می کنم. ولی که مثلا جرات مطرح شد که چطور جرات کردن این وطن، اگر شخصی می بود که هیچ کس جرات کرده نمیداد، اگر این مردم شخصی از کس می بود کس جرات کرده نمیداد. چنین این مردم ما، چنین وطن ما، چنین این خاک ما، هر کس حد داره که استاد چه و تمش خدمت بکنه چنانچه جرات کردن ما هم می کنیم. این نه جرات می خواه، نه شهامت می خواه، نه کدام گفت دیگه می خواه، فقط از خود ماست، وطن ماست، جای ماست، مورد باش ماست، مسئولیت داریم، دین داریم نسبت به اون و این دین باید تداشه. ما در من مادر می شناسیم شده این خود باید یه زده این مده با باید یک طرف بس بس های دیگه که مطرح می شه که نمی دانمی از کی از تو کی هست، اتهامات بسیار عام شده. هر کس از ما دید خود از برداشت خود نه یک برچسب می دانم، در حالی که ما دنبال همشبتانی اتحاد مردم افغانستان هستیم. اما هر کس باشه صبح به نصر طالبه را می خواهیم میرد به سر میت می شام باید به طالبه مذاکرات صورت بگیره، از با گفتگو صورت بگیره و بالاخره از جنگ دست بکشم. اجمل جان گپایی که اجمل جان قسیم صحبت نیست که صحبت نیست که ما بریم به طرف اتحاد. من نشنام که در اروپا چی حال است، من نشنام که در امریکا چی حال است، یاد اونا بینشان چیونه برخواد صبر کنیم، صحبت های بینشان تا بالا نمیشن. اما ما همی روزایی که من به تماس هستم، همی روزایی که من میگردم با تمام اقوام افغانستان به تماس هستم، هیچ چیز بین ما نیست، هیچ چیز ناتقسیم بین ما نمونده. هنون از اون بار بیرون رفت این بحران ها هست. اجمل جان باشیم که اجمل جان باشیم که تو کاهش بتیم در تا و غمار باشیم که اگر وطن دیگر جواب بتیم. باز ما یک چند سوال دارم. وطن گل بدوی خط هستین، بفرمایین. بله سلام ساجه جان، مبنی خوب هستین؟ سلام جان من، شما چی حال دارین؟ بفرمایین. تشکر. اول که ندامه سلام ها رو تقدیم میکنم به شما و اجمل جان و من ساجه جان. من اجمل جان سوال نداشتم اما میخواستم که برشان ببیم که ما و اجمل جان افتخار میکنیم که اینا پای پیش ماندن، چون که همیشه وقت ما را پارلمان میبینیم در ما میشه از پارلمان افغانستان چیاش در ساجه جان تا که میبینیم بگرم کشالا ریش درازا و از دوا میکنم که جوان ها پای پیش بانه و اونا را گم کنن و به اجمل جان موفقیت میخواهیم و آرزو میکنیم که بخیر امینا میدان را ببرن انشالله. تشکر عزیز ما از تلفون تن یک دنیا بیننده عزیز برای خط هستین، بفرمایید. خانم سجیا ارگارا میترم. سلام آقای خراسانی، کتا که وقت کم است. اجمل جان هستم که آقای اجمل بلویزاده مردی شریف و به شخصیتشان که من احترام دارم، امیدوار هستم قلم کاغذتان را بردارین. من چند سوال کوتاه دارم. ببینید تماما کاندیدایی که در حقیقت نامزد شدن به اسم پارلمان افغانستان، شعارهای انقلابی، شعارهای خدمت بر عدالت اجتماعی، تعهد برای آزادی افغانستان شعار میده. شما بنویسین که این پولی را که دریافت میکنین از کجا شما دریافت میکنین، یعنی به عنوان در داخل خانه ملت که اسمش پارلمان گذاشته شدن، از کدام مدرک شما پیدا میکنین که به عنوان پارلمان آزادی و به درقت ملی. بخش دیگر است که تعدادی امان چهره های سیاه و امان قاچاقبران مواد مخدر، سیاه‌ترین چهره هایی که مربوط جمعیت اسلامی هستن، حزب اسلامی هستن، دوباره کاندید شدن به عنوانی که اسمشان به نام آقای عبدالرؤوف ابراهیمی که در اصل پارلمان بودن، پس دوباره جایگزین از این قدرت قرار میگیرن. آیا شما این پولی را میدونین که تماما دوره نظام افغانستان از وزارت دفاع شروع تا معلم و تا مامور هم پولش از دولت آمریکا میپردازد؟ وقتی که ما شعار میدیم از کجا پیدا میکنیم این پول را؟ آیا ما به عنوان یک دولت و نظامی را میدانیم مستقر شویم در افغانستان مصدر خدمت ملی قرار بگیریم؟ من فکر نمیکنم آقای بلوچزاده که این شعاری که شما میدین، من به شعار شما احترام میکنم، آنانی که شعار میدن من فکر میکنم زیر چتر دولت استعمار
انگلیس و امریکا ما قرار داریم. ما اجبار دولت آزادی و ملی نیستیم، هیچ پارلمان ما آزاد نیست، اما چرای سیاه باز برمیگردن امریکا حمایتش میکنه. بیاین که به فال نیک بگیریم که اون چرای سیاه برنگرده. آقای خراسانی گل یک دنیا تشکر میکنم. اجمل جان من از شما یک سوال دارم که امی ما یک مملکت هستیم یا یک دیگ است که سر پوش به اصطلاح نداره، یک پارلمان است که به صورت عموم وقتی که ما در اخبار میبینم، این ما یک عکسشان برای بیننده میگذارم، به صورت عموم امی پارلمان چوکیاش خالی است. آل وظیفه اعضای پارلمان چی است؟ وظیفه پارلمان چی است؟ چرا این چوکی ها خالی است؟ چرا اینا پول میگیرن هر ماه 150,000 دلار فکر میکنن معاششان است؟ چرا یک نفر بازخواست نمیکنن؟ چرا رئیس جمهور افغانستان مثل که ترامپ هر شب اخبار میبینه، امی اشفغانی اخبار که ببینه نمیگه که دمی پارلمان تمام چوکی ها خالی است و امینا کجا هستن؟ چرا یک بازخواست نیست در امی سالها، در امی 17 سال؟ در یک مصاحبه کوتاه و در یک بحث بسیار کوتاه نمیشه تمام مشکلات افغانستان را حل کرد. من میشنم انتقادات و توضیحات بحثای زیاد مطرح میشه، دوستان ما طرف یک جای از شعار یاد میشه، یک جای از شعار انقلابی یاد میشه، یک جای از استثمار یاد میشه، یک جای از استعمار یاد میشه، این همه بعد از قاچاقبر یاد میشه. این ممکنی صحبت های ما از هر طرف هست، چون انسجام وجود نداره، چون یک برمانی نظر مشخص نیست، این پراکندگی را به وجود آورده. هر کس میتونه از اینجا مایی بگیره و هر کس میتونه از اینجا سودش بگیره. به خاطر از اینکه مدار نیست، فکر نیست که ما به وطن خود خود نندیشیدیم، به این خانه به این وطن کرانشین بودیم بیشتر تا صاحب خانه. وقتی که به این خانه به دید کرانشین آدم ببینه، یک مرکز رو زندگی میکنه و هر کس فکر فرار از وطن داشته باشه، زندگی که دیگر این جای شکر میکنن و این تبدیل میکنن به یک حیات خلوت خود، چین جنگ بر بتن، چین پول بسازن، چی قاچاق بکنن، چی فساد بکنن، هر چی بکنن میدان بسازن. همین هم وطنان ما که شکایت میکنن، چی کار میکنن، گله میکنن، همیشون در بین من بشمار بر سر میدارن. یک بخش از این جامعه رو کدرهای این جامعه بودن. شما میفهمید وقتی که فرار مغز ها شکل میگیره، این فرار مغز ها رفت، این افراد این شخصیت ها رفتن، کلشان رو دو اروپا هستن، میبینن صحبت میکنن گپ میزن، اما این جامعه در دست یک چهار نفر ماند و نتیجه شمی از کرد که برام میدنی ما بازسازی بکنیم که بارا پس در صبر کنیم بینیم دیازیز چون اون من میشه مدیر از نمیفهم مکل مقوله درست هست نیست زهیمیت غلط هست من نمیفهم، ولی خواندم در فیسبوک گذاشته بودن که هتلر زمان که در جنگ جهانی دوم سردار نیروش کم شد، گفت که ما میخواییم که تمام استادای مکاتب و استادای دانشگاه را بیاریم در سر جنگ. هتلر فرمان داده که اینها را در یک توکلی نگه بکنیم، محفوظ داشته باشیم، اگر ما پیروز شدیم هم به برد میخوره، اگر ما شکست بخوریم همین را دوباره پس. معلومین جامعه رفتن، آنهایی که جامعه را حفاظت میکردن، نگهداری میکردن، فکر خلق میکردن، اندیشه خلق میکردن، از هنرمندش گرفته تا سینماگرش تا نیوزش تا لپتاپش تا همه خب جامعه نمیره بسیار تیاره بدن حال پس دوباره پس مبارزه کردن، پس جمع کردن یک عمر دیگر و یک نسل بربر میره تا شما اینا رو پاک میکنن. این شکایت ها و این گله ها بجوه است، اما در عین زمان مجبوریت ها رو شما حفظ بکنید، شما شرایط رو فکر بکنید که از چهار طرف افغانستان من یک حسابی خوشیدم است اگر دوستا دیده باشه و گفتم ما به یک رنگ بکسر آنقدر ضربه خوردیم، آنقدر ضربه خورده، فقط یک مشت باقی مانده، یک مشت، این مشت مرا بدنه نکاز میشه. حالا مردم ما در بیرون از کشور، مردم ما در داخل از کشور، این یک مشت فرصت داره، میدونیم که این مشت داری ما بخوره یا جلو شدیم. اما یه گپ دیگه هم از انتقادات از شما اما اجمل جان شما بیشتر بار گفتید که گپ ها ما میزنیم، مردم ما در مصاحبه مختلف هم شانس صحبت ها میکنن، اما هیچ وقت نمیدیم برای حل. خب درست نه به این پارلمان نمیرم، همین بعض اگر دو سال قبل دستم میخواهد کنار میریم، اگر میگیم این نسل جوان مفصولی نیم یک کنفرانس مدباتی میگیم یک چهار نفر جمع میکنیم میگیم مردم ما در اروپا در امریکا حالا قبل نیست و نباید ما بریم، این پارلمان چطور است، این پارلمان چی کار است؟ اجمل جان
اجمل جان اجمل جان مگر اجمل جان یک گپ دیگه هم هست که ما مردم فقط از دولت توقع داریم که دولت این کار را کنه دولت، اما خود مردم از خود سوال نمی کنه که ما برای مملکت خود چی کنیم. اجمل جان من یک سوال که گپ ما کرده شما اینه نیست، ما به مصابی مردم افغانستان اثبات شدیم که یک رای حل پیش نام کنیم. ما فیلا نه وکیل هستیم، نه مهم هستیم، نه سفیر هستیم، نه وزیر هستیم، نه بر حکومت هستیم، به عنوان یک شهروند بازیم. اجمل جان اجمل مگر تمام مردم افغانستان، جوانای افغانستان باید بریمی، شما جوانا باید اعتماد کنن به شما، جوانا رای بتن شما، جوانا با این قیافای مثلا اجمل جان رو میبینین امیال بروی عکسش بروی صفحه تلویزیون، یک جوان خوشتیب خوش قیافه به جوان هوشیار فهمیده، چرا نه؟ چرا باید در پارلمان اجمل جان نباشه به عوض از اینکه سیاف باشه یا بچه سیاف باشه یا اون باشه یا اون باشه؟ بیننده عزیز شما برای خط هستین، بفرمایین. سلام علیکم وجیه جان. من وجیه نیستم، من سجی هستم. سجی جان ببخشید. تشکر. سجی جان دیدی همه که تمام گفه رو جمع دادی، مثلا گفه خودت میدم، سالا مبارزه کردیم، 60 سال 50 سال از مبارزه کردیم، ایرانی که این مردم باید از چی مسئولیت خود ایس کنه که خودش چی باشه. بله بله. حالا این بلوزاره سایی وقتی که میگه لیکن خوب خوب طبیعت هم مبارزات انتخاباتی کلماتی بسیار زیاد زده میشه دیچه و خوب است، پیش برو اقلیت که به اکثریت نرسانی، خود این تجامل تمام چیزهایی که آدم باید است جرحت داشته باشه، جرحت کو، نه امریکا چیزی کنه میتونه، نه این چهار تا کپ سجیه جان این قلدرا اینا چیزی کنه میتونه، شما جوان هستین با انرژی هستین، لیکن منطقه هدف از این وقتی که بتانی کلمات تا با کمال تعصب وقتی که بتانی کلمات جمع کنی، موضوع قانون خوده، چرا وظیفه یک وکیل قانون وضع کردن در داخل پارلمان و تحقیق کردنش و موضوع کارات حکومت، این بسیار خود خود یکی تشریحات میدین و مبارزات انتخاباتی بسیار خوب است، همین جوان ها باید از بگیره، باید از این کسافات اگر به خودتان جمع کنه که ما بسیار زیاد همین تو که خودت هم دوله طالب ها اینا رو دیدی، ما هم دیدیم بسیار زیاد دارم دیده این مردم ما تشکر. زنده باشین با یک دنیا ممنون. اجمل جان در صفحه فیسبوک هم هموطن ها بسیار چیزای خوب برد نشته میکنن، امید میکنن که بخیر به این راهی که قدم ماندی بخیر برسی، همو که میگن که دل شیر نداری سفر عشق مکن. اجمل جان میخوایم که یک سوال کنم، به نظر شما که شما در این دوره هستین که در این کارزار انتخاباتی هستین، به نظر ما ویژگی یک نماینده باید که یک قدرت تحلیل داشته باشه، تحصیل داشته باشه، معلومات دقیق از ساختارهای قدرت داشته باشه، مثلا دانش حقوقی داشته باشه برای قانونگذاری کشور، جسارت داشته باشه، صداقت داشته باشه، زبان گویا داشته باشه. این دیگه اجمل جان عزیز دادیم، بخیرم که کارت تلفنش قطع شد. خب به هر صورت هموطنهای عزیز و گل دیگه من چی بگویم، سرمون گنگ شد. باشیم که فیسبوکی گل چی میگم. مریم جان نادی نشته کردی آقای اجمل یکی از جوانای پاک و وطن دوست معلوم میشه، امید است مردم این جوان را کمک کند و اعتماد کند، مطابقش وقت سی مرد که میگم معلوم نمیشه. اسد جان صدیقی نشته که این طالبا مزدورای چتلستان و عربستان سعودی بهتر از طالبا چی؟ طالبا مزدوران چتلستان و عربستان سعودی سک بهتر از طالب. خواهمتن ما مروجیه گفت میگه در گور تالیم بیست چند سال است که من برست نستم خواهد من متوجه نشدن. آرزو جان رسولی نشته که این جناب زائر یاسینی معلومات شما نادرست است، من با اطمینان کامل. خب ما نخواندیم از او آدم که چی نشته کرده، تعداد زیادتان اجمل جان نباید با تیم عبدالله باشه قسمه که دوستان میگه. اجمل جان اینطور است که من ازش پرسان کردم که چون در صفحه من یک نفر نشته کرده بود،
زایر جان یاسمی هم نشته که تا جایی که من معلومات دارم اجمل در تیم دکتر عبدالله رفته و از دکتر عبدالله حمایت میکنه. ما یک امی سوال الله بیننده عزیز، جوانای فیسبوک شما هیچ علاقه مندی به مسائل افغانستان و باشین که یک عکس برتان بانم اینی بچه ها خود کاندید کردن. امی زنگ دیگه نزنین که من زنگ جواب نمیتم، زنگ در مسنجر است. اینی عکس شما ببینین یک دفعه خوب به می عکس نگاه کنین. باشین که ما براتون بخونم که مهدی انوری، عالم خلیلی، رضای خلیلی، علی محقق، باقر محقق، جمال الدین حکمتیار، حبیب الرحمن سیاف، چطورکایی دوستام. واو کم مگیش این خودشان کاله، خودشان کال در پارلمان نیستن. باشین که من خود تنها بیارم که اجمل جان خودگه یا من تلفنش خلاص شد یا هر گپت شد. بشیر حیدر لطفا زنگ نزن در مسنجر به خاطر ازی که من جواب نمیگم. میفهمی که من در برنامه هستم و مسنجر هم جواب نمیتم. یک چیزی که بسیار مهم است در مسئله پارلمان، بسیار هموطن عزیز ما آقای خراسانی بسیار مقبول گپ زدن و شما بیننده عزیزی که همگی زنگ زدین و صحبت های تا نکردین، یک موضوع رو من خدمت شما عرض کنم که ما بر افغانستان چی کردیم، ما بر مملکت خود چی کردیم. امی یک نفر بیای به من بگوی که من اینی کار خوب بر افغانستان کردیم. یک نفرتون زنگ بزنین بگوین ما یک پل ساختیم، ما یک مکتب ساختیم، ما اینی کار کردیم، ما باعث یک تیم پشتر اینه زیاد هم استاده چیز نه اینه تر ششتیم رو این رقمی. خوب باش که اشرف غنی چی کرد، خوب باش که دکتر عبدالله چی کرد. آدم مورد دکتر عبدالله در تیم دکتر عبدالله که گفتین بود. موضوع از قرار است که وقتی که انتخابات شد کاندیدا بسیار زیاد بود، اجمل جان در تیم یک کاندید کمیل نامش یادم رفته، اگر نامش یاد شما مانده، در تیم ازو بود. اینا یک تیم بودن مثل ازی که یک 3000 نفر بودن. بالاخره او تیم به نفع دکتر عبدالله رفت، یعنی تیمایی که کسایی که خدا کاندید میکنن باز وقتی میبینن که چایس ندارن، را ندارن، بازی ها طرف اشرف غنی رفتن یا طرف دکتر عبدالله رفتن. تیم از اینا به طرف دکتر عبدالله رفت که در امی تیم اجمل جان هم بود و ما از اجمل جان برای که برای صفحه من تلفون نشه کرده بودن که اجمل جان سخنگوی تیم دکتر عبدالله بود. به هیچ صورت سخنگوی تیم دکتر عبدالله گفت من نبودم، فقط تیم ما رفت و ما هم جزه از اون تیم بودم و خلاص. اما در آخر شب، در آخر گپ، اما خدر ما باید بگویم که وقتی یک نفر امی ویژگی های یک نفر که در پارلمان میره، واقعا شما ببینیم پارلمان ما را، امی کسایی که در امون پارلمان نشستن، ای زدن و کندن از این پارلمان که یک بوتل بازی که در فرق یکی دیگر که بوتل بازی میکنن ببینین. شما من نمیفهم که دیدین یا ندیدین، کاش که من امروز امون را میاوردم. یا مثلا یک وکیل داریم به نام پدرام خان، او میگه که افغانستان نامش باید تغییر بتیم، نامش باید خراسان مانیم. حالا او برادر وقتی که تو میخوایی که نام افغانستان خراسان شوه، خیلی پس بر چی در پارلمان افغانستان میایی؟ خب برو در پارلمان خراسان. مچم خراسان کجاست؟ خراسان های سابقه را اگر راجع به خراسان سابقه گپ میزنه او یک داستان علایده داره که راجع به او آدم گپ بزنه. اما در مسئله ویژگی های یک نماینده باید این نظر گرفته شوه. اما از روی چی مد نظر گرفته شد؟ او هم وطنهای عزیز، جوان ها پشت سر $10 احتیاج هستند، بر $100 احتیاج هستند، بر یک پیرانتنبان احتیاج هستند، بر یک لقمنان احتیاج هستند. هر غدار و دزد و جنایتکار و قاچاقبری که میخواید در داخل پارلمان در خانه که قانون ساخته میشه به تاونم اونا پشت سر زمین ایستاده میشن. ما همتون مگر امی اجمل جان که قصه فرخنده را کرد، فرخنده را مگر طالب کشت؟ فرخنده را مگر داعش تکه تکه کرد،؟ فرخنده را مگر آیسای پاکستان تکه تکه کرد؟ فرخنده را مگر امی امریکایی امی خارجی که در افغانستان است، یا امو جوانایی که در شهر کابل بودن؟
آنقدر یا مریض روانی بودن، آنقدر یا مریض روانی بودن که دختر نه تنها که تکه تکه کردن و با مش زدن و با لغت زدن و از این طرفی طرف انداختنش، از بام انداختنش، با دایی دایی الله یک عکس فرخنده است آقازاده برای ختنامه دیگه. من مجبور استم که من فقط تمام برنامه رو برای اجمل جان گرفته بودم، چون اجمل جان نامد اینال مستم شماستیم، ماستیم شماستیم، صحبت میکنیم، گپ میزنیم، قصای دردای دل خدا میکنیم. با خدا باور کنیم یک عکس فرخنده به می ترتیب است که می تی گرفته که نیمر چرا میزنی، تمام روی صورتش خون و خون پر. بعد از او با دلشان یخ نکرد، چون مردای کثیف زن ستیز هستن، از زن نفرت دارن، چون از این روزی که تولد شده مادر به می فرقش زده و زدهش و زدهش و پدرش زدهش و زدهش تا که یک آدم اقدامن به دنیا آمده. باز دینه که نمیفهم قرآن و خدا و یار باز بهانه میکنن، باز دلشان یخ نکرد، موتر انداختن، یک جسم مردن سرش موتر دیر کردن. الله اکبر، رفتیم دما بین مامم کلید جنت در سینای خود بند کردیم، رفتیم پیش خدا، ترق در مابین جنت پیش افتاده دور بیشت. بعد از او دلشان یخ نکرد، بازو را آوردن در پیش دریان. الله، هر باری که دختر مرا یاد میه یعنی دل ما تکت تکه میشه. الله خدای توبه، الله مادر از چی رقم زنده مانده. او مای گاد، ما یک برتان یک امی که آدم حمایت کنه از اولاد خود، از اموطن خود، از حتی از یک چوچی سگ خود. ما برتان یک مثال میگم. بله بفرمایید، برای خط هستین؟ ببخشید خانم سجیه، من دوباره آمدم خدمت هستم. سوال ها جواب نشد. یکی شما بسار یک سوال سار جالبی را با آقای بلوچ یاد کردین، اجمل جان بلوچ، راجع به حقوق زنان یا راجع به فرخنده معروف بیان داشتر. جان ببینید، ما یک خدمت ها نرس کنم که هیچ انسان یا هیچ قدرتی در افغانستان زیمامداران دولت امروز گذشته های 300 سال قدرتی از اینه نداشته، جرأتی از اینه نداشته که یک ملای وظیفه خور از دستش بیرون کنه بیاره به دندان. باید بدانه در هیچ کشور اسلامی. اما آقای خراسانی امی فرخنده رو ملاها خونه کاشته، این فرخنده این امی جوانایی که در شهر کابل بدن کاشته. جمع خواست کنم ببین خانم سجیه، ملا نیازی کی بود؟ خب وقتی کاملا اصلا برتون ما گفتن بعد گوش میکنم. ملا نیازی میگه که افتخار ما دین ما هست. او کسی که در مقابلی و بدون اجازه عقاید دین اسلام از خانه زنش بیرون میبره، او غیرت افغانی نداره، میگه باید کشته شود. خب بعد از کشته شدنش بعد از بعد اعتراض کنی او نیازی، ملا نیازی وقتی که برش گفتن قرآن شریف در داده، او گفت که خوب شد که کشته شد. اما وقتی که پسان متوجه شد که او مای گاد در تمام فیسبوک ها برامدی ملا، بعد از او آمد معذرت خواست و خانه پدر مادر فرخنده رفت و پایش نماز کرد دستای مردم. بعد از او آمد معذرت خواست. اما اعتراض که این ملا جامعه رو خراب کردن. آقای خراسانی از چی آدم توقع داشته باشد؟ 40 سال است که در مابین یک مملکت جنگ است، مردم در جنگ بزرگ شده. یک جوان که یک ساله بوده امروز 40 سال است، در زمان طالب اگر 20 سال یک تولد شده امروز 20 سال است. با دود و باروت انفجار و انتحار تولد شدن اینا، یا رفتن مسافر شدن در پاکستان یا در ایران، پس آمدن در اونجا یک عالم بدبختی رو دیدن، با یک عالم مقدمندی بزرگ شدن. چرا اولادای ما شما این کارا رو نمیکنن؟ خب گناه از او بیچارهام نیست. آدم که راجع به وام فکر میکنه گناه شده. ما در بسیار موارد ما نظر هستم در این بسیار موارد خانم سجیه گرامی، او قلب بزرگ خود داری، ما با خودت هیچ مشکلی ندارم. من همیشه میگم که خانم سجیه را من احترامش میکنم، با این من یک خانمی که با شخصیت در حقیقت یک خانمی که میدرخشه، فریاد صدای ملت افغانستان بازگو صداش بالا میکنه. درد ما، احساسات ما، من میگم ملا هست، تماما اینها بکتریا هستند. ملا در سرزمینایی که زندگی میکنند، اینها عامی تروریسم در جهان هستند. اینها دانشگاه و فلسفه و ریاضی را ویران میکنند، جایشان مدرسه و مسجد ساخته میروند، غیبت کردن است برای
تشکر. کفر و مشرک و بدین. تشکر آقای خراسانی گل. تشکر. از تاور به ما ملا و ملت شهید پرور این تیوی را کی برای ما دست آورد میدن؟ طرف امروز خدا هست در افغانستان. حرف گلبدین حرف خدا هست. حرف این جوانی که در پارلمان کاندید میکنه فردا هم برا و باز ملا ترخیر میشه به دهنش میکوبه. ملا ترخیل و ملا گلبدین و ملا سیاف جنایتکار خادم دین ضرور الله شبکه استخبارات امریکا و انگلیس ضرورت داره. امریکا هیچگاه انسان دانشمند و فلسفه و ریاضی و حق و خیرت در کشور اسلامی قبول نمیکنه. هزار جنگیش از باید سالها مسلمان ها رنج شبکه شد. آقای خراسانی من یک چیز براتان بگویم که در این مبارزات انتخاباتی من دو نسل میبینم. یکی که نمی جوانای آگاه و فامیده و تحصیل کرده که خودشان یک نوید بسیار همی خودش یک نوید بسیار بزرگ و مبارک برای مردم افغانستان است و در مقابل از اینا مثل که شما نسل پودک گنده با کش و قواره و ریش و پیش یا دوز و غارتگر و پولدار اینا رو میبینم. ایناله اینمی جوانای که من گفتم با اینمی نسل هم در مابین پارلمان باید مبارزه کنن که اینمی اینا رو مثل یک سک از پارلمان بکشن به خاطر از اینکه پارلمان اینا گنده کردن. نه قبول نمیکنه. تشویق سنه باشه من یک ما میزنم دروغ هم نمیگم برات. باز میای اینا. ما میگم که ضرورت داره امریکا تا اومد اینا. یک دقیقه پارلمان خانی شخصی بخوا. سری از قبیل امریکا. اینا ها ابزار جنگی امریکا و انگلیس است. تشکر آقای خراسانی بسیار لطف کردین. پیشتر هم میگم بذارید. هیچ وقت ما تغییر نمیکنیم به خاطر اینکه تا زمانی که این دین است و قانون است اسلامی است و مسجد و مدرسه است این گونه پشمکی رو باید بذارید. تشکر زنده باشین مهربان هستین. به امان خدا. بیننده عزیز بری خط هستین خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام خواهر نازنین خوب هستین؟ سلام جانم شما چی حال دارین خوب هستین بفرمایید. تشکر زنده باشین. من پیشتر هم بهتون زنگ زده بودم این از داری ساری که من لاین دیگه بیننده ها رو که گرفتم داری ساری من میخواستم سجیه جان بگویم از خاطر فرخنده جان شهید که شما یاد کردین در بارهش. من خدا سجیه جان من هر لحظه که در کمپیوتر مکتش هم میبینم یا در وبسایت ها من سجیه جان به من شده که بیخی نمیده فرخنده ایچ فراموش نمیشه. بسیار در دنیا هزارها کار میشه فراموش میشه اما چیزی که به مقابل او دختر شد فراموش نمیشه. تشکر بی بی جان گل من از تلفونتان. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. سجیه جان شما خیلی؟ بله نمی من سجیه هستم مقابل تان شد. بی بی جان گل بعضی دوستا که انتقاد میکنن باید تقنه شوند اگه انتقاد سالم باشه بپذیره و اگه سالم باشه باید جواب بگیره. نه ما مردم همیشه انتقاد میکنیم اما از خود ما هیچ کار ساخته نیست. عالمی ما مردم برای این مملکت خود در داخل مملکت چی کردیم غیر از انتقاد؟ انتقاد بدگویی، انتقاد بدگویی، مفسدی، غارتگری. انتقاد نمیکنم. امی بلوزاده سب گفت میزنه امی برات کنه که شما میگین که با سبا میکنین که مگر میزنم گر بدی اگر پن مرتب مطلب بیدنی کنی را یکی دیگری آز میکنم که امی کسانی که پارلمان خود کاندید کردن و یا کاندید میکنن یا سابقه را اصلا اینه. شما اول یک انتقاد سر بلوزاده سب کنین اگر وکیل پارلمان هم شد یک موتر بیبره نامش موتر بی بریک مانده اعتراض که پرابلم تلفون است. شما که ایمان میکنی شما را دکت بردار که شما که دوست داری شما ایمان میکنی ما مطلب مریش که شما که ایمان میکنی آده این موضوع من انتقاید خودم میکنم که آیا همی تونست همیز تشکر شما که سبا میکنی که موقعی بتی موقعی بتی موقعی بتی این نکت اتمن نمیشه اتمن نمیشه خواهش میکنی کپی مرکشت بین کسانی که کسانی که در پالمان میرن یا رفتن یا آینده میرن دیگر ساری که اینا در پالمان شیستن یک نفر اینا اینده نگفتن که ما در پالمان بیاییم چوکیا خالی باشه چوکیا خالی باشه کسی کیا از این مراقبت کنه حکومت که اینا نظارت بیکنن حکومت که اینا نظارت بیکنن اینا بگویده که باید قانون پاس میکنم که کسانی که در پالمان نمه اینا چی میکنن بچی میان. تشکر. 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 اوکی. من خودم به نظرم به تو متعلق نیمه.
تشکر تشکر زن بینندی عزیز، برای خط از این خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم سید جان، خوب هستین؟ زنده باشین، چی حال دارین بفرمایین. ما یک تفریقی داشتم، یک تفریقی کوتاه داشتم و یک خواهش کوتاه داشتم اگه چون دارم. بفرمایین کوتاه. اول ما تفریقی به تمام افغانای امریکایی مثلا پرست میتونم که فمینستا دیروز شکست خوردن و کابانات باعث یکی از قاضی حکومت های امریکا برگمشته شد. اولین و شروع مثلا امو که زنها را ریپ کرده بود، امی کسی را که میگین امی امو امی کسی که در سپریم کورت امریکا رفت که چندین زن آمد و گفت مرا ریپ کرده بود و زنها هیچ اهمیت برای زنها قائل نشد و در سپریم کورت رفت، امو را میگین؟ من هایی از مرد یا تبریک میگم با مردم نه، بر مردم تبریک نگوین، برای اینکه هیچ قابل تبریک نیست. یک آدم ریپر اون رفت در چیز، چون پشت سرش ترامپ استاد بود با او خاطر موفق شد. من میخواستم به افغانهای خود بگم که برادرهای عزیزم، افلاطون گفته که دو چیز، یک نفر مثلا یک نفر ضعیف خراب میتونه و یکی بود و این شخصی که ما دیدم نام خدا جوان خوب دیشی و سر و وزش، اما یه مگه مشت نمونه خروار است، حتی کس را با شما را استعمال میکنیم با یعنی ایتر نی ایتر پرا نی نی پرا اگه یک سکر میگفت مره کشت. نه نه، من خالف گپتان هستم به خاطر از اینکه ما در تلفن هستیم و تلفن از اینا، وقتی که من بسیاری وقت که به تلفن می باشم بسیاری دوستای من میگم که صبر کو صبر کو صبر کو، یعنی شخصی مشکل تلفن بود، از خاطر به اجمل جان بسیار یعنی یا تو باشه مقصد فکر تو خود گرفته، یعنی بدیشون خو از این بگذارین، این انتقادتون قدر جالب نیست. زینال سیومی چی بود؟ سیوم یعنی مردم خودشان باز چی میکنن؟ سیومی نیست که از امی شما اجازه بدین که امی کسایی که مثلا چیز در می روزای شنبه مخصوصا که اگه ایوازم اون سریالای مختصر ترکی امی کسایی که در چیتون نهد در پروگرامتون نسته میگرن الا شما چی اگه عجب گپ میزنین؟ با خدا و سریال ها ریختن، مردم دوست دارن که توبه منتظر سریال میشینن برای از اینکه از سیاست های افغانستان خسته شدن. حال دو نیم ساعتی که من در برنامه میباشم کفایت نمی کنن، دو نیم ساعت مردم گپ میزنن کفایت نمی کنن. خب می کنن دیگه، روزای شنبه را گفتم که آقایی که گپ میزنه اسم آقای امیری با بازو خانم باز چرا ما هر قدر که اونا بخواین که برن کس در اینجا ما ایچوخ برشان نمیگم. دیروز شالا جان چند کلپش مانده بود، خواهش کرد، ما گفتم تا میتونی که بری کلپایت بره برنامهش دامش داشت. تشکر بسیار زیاد از مهربانیتان. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله بفرمایین. کدام کس پیتزا بر ما آورده؟ خب هر صورت گپ در اینجا بود که هموطنهای عزیز، ما و شما یگانه چیزی که داریم انتقاد داریم، بدبینی داریم، بدگویی داریم، یعنی بینمی ترتیب متاسفانه بزرگ شدیم. مملکت خود ما را خود ما نساختیم. کسایی که در رأس در حلقه رهبری بود در امی 40 سال، اونا چی کردن؟ اونا همشون نوکر بودن، همشان جنایت کردن، همشان خیانت کردن، به منفعت خود کار کردن، به خاطر اینکه سر قدرت بانن، به خاطر اینکه رئیس جمهور بانن، به خاطر عالمی طالبای آدم کش آدم خور که رو جنگ میکنه. به خاطر چی جنگ میکنه؟ اینا میخواین قدرت پس بگیرن. چرا قدرت ازشان گرفته یا در گرفتن؟ وجودشان، تمام وجودشان در گرفته که از برای خدا امریکا با چند 44 مملکت آمد و ما را از بین برد و به عوض یک گروپ را آورد که گروپ هم غیر از اینکه چور و چپاول کرد کدام کار دیگه نکرد. بفرمایین برای خط هستیم. بله سلام علیکم. سلام جانم، ما چی حال دارین؟ خوب هستم، شما خوب هستید؟ من خوب هستم، شما چی حال دارین؟ تشکر. میخواستم بگویم که او کار که دیروز در سوپریم کورت شد بسیار یک کار خراب شد. بسیار کار خراب شد، بله.
و امروز مظاهره بود به مقابل از او آدم برای از اینکه امو زن که آمد استاد شد و گفت مرا میخواست کم ریپ کنه یا ریپ کده بود باید به با گپ از او زن گوش میکردن. بله کار خراب شد. بسیار گپ ترسناک است از خاطر او مارامی که هر کس که بخواید در پارلمان اشتراک کنه قدم میتونه. آفرین آفرین آفرین. How old are you? 17. Yes, از اکسنتت معلوم میشه. آفرین که فارسی هم گپ میزنی. I'm so proud of you. Thank you so much for your call, honey. Okay? شویتانا بسیار خوش دارم. تشکر. ما بتره خوش دارم. تشکر از خودت. تشکر جان مقندوله. بیننده عزیز برای خط هستین خواهش میکنم بفرمایین. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ روز خوش براتون میخوایم. سجیه جان ما فقط یک زنگ زدم وزیف انتخابات. بله. من یک خوشبینی دارم وزیف انتخابات و امید است که عشقی کاندیدا زیاد شود. عشق زیاد شود با اون اندازه ما خوشتر میباشم. دلیلش ایست که یعنی در کم از افغانستان صحبت میکردم تلفنم تمام شد. شما قبول کنیم که هر کاندید آنقدر مصرف میکنن که هیچ امتحان ندارد. میگه در هر خانه کاندید دیگاه بار است. مردم میرن غذا میخورن نان میخورن و در مقابل به هر از کرا $100 هم میدن. بله یقینا اف کورس کی کارا میکنن. شما خود فکر کنین این کاندیدایی که روی کار میه آیا اینا برای مردم خدمت میکنن؟ نه. اما یک چیز ما برتان بگویم خب از کجا پس دوباره جمع میکنن سجه جان؟ و همچنان آلوار خبانین آقازاده های جنایت کار هم خود کاندید کردن. بله تر آقای محقق و آقای بچه حکمتیار و بچه سیاف و بچه سواد ندارن سجه جان. سواد علمی ندارن. من نمی فهم اینا کاندید کردن. اینا کسای سنگ شاید یک پارچه امتحان ناکامی را بزار بابای خود اینا کامیاب شده باشن. تشکر زنده باشین از تلفنتان. یقینا صحبت هایی که میکنین درست میگین. بله تشکر روز خوش باشین. زنده باشین. باشین که معمی وقتی که گفتم ما امروز در افغانستان دو نسل میبینیم که به کارزار انتخاباتی اینا همتر کوشش دارن که این نسل یا این نسل کدامش کامیاب شوه و کدامش داخل پارلمان شوه. اما اگر دوش شوه گوش کنین که ما برتان یک چیز میگم. ایره ما برتان یک مثال میتم. من روز من یک دخترم یک سگک داره نامش چارلیس پامرینیان است. اینی قیقک است چچگک مقبول سفید برف واره. ما عموما ساعتای ما عادت دارم که هر روز ما باید تقریبا برای یک ساعت و قدم بزنم را برم. ای از هابی های من است که به سالا ما ای کار میکنم و ما باز از امی موقع استفاده میکنم. امی سگک دخترم هم امروی میبرم. ایره ما به خاطر ای دلیل به خاطر چی میگم که نال گفت سر پارلمان باز میه. ما رفتم در پارک در نزدیک های خانه ما قدم میزدم. پارک رفتم. ای بسیار توبازی دوست داره. یک توپک به دست تینس بال در دستش بود در دستم بود و ما زدم و ای رفت. اما لیشش در گردنش بود. خدا رو شکر که در گردنش نبود. در قسمت زیرای شانش بود. بینندای عزیز یک سگ برابر یک گرگ. اما تو به شدت آمد سر ای سگک. الله. یک آل ما داشتم که من هر قدر که میکدم نه صاحب از سگ میتونست که سگ خود ما کم بگیره و اینم سگش اینم تر سر امی سگک چیچگک دخترم اینمی. شما فکر کنین من اینمی دو شب است که من سر زمین فکر میکنم. من خوابم پرید. من به اندازه ناراحت شدم خب به یک ترتیب یک آلت پیدا شد که و ایچ در عمر ما دو هفته بود که ما سگک خریدیم. برای نازی جان این سگ ما خریدم و ایره ما کلان کردیم. مثل وقتی که سگ در خانه باشه پشک باشه مثل عضو خانواده میشه. در امریکا الله دو طرف ها سگ نجس است و سگ بد است و گناه داره و چیز خانه را از بین میبره. او تو گپا نیست. در اینجا کمپانیان انسانای امریکای میلیونر سگایشان است. خب به هر صورت یک حالت پیدا شد کمی چارلی دمی دست مامد و من ایره دمی بغلم گرفتم.
اینه که در بغلم گرفتم، باور میکنین که من دونم اونجا مثل امی اطفال بارم چالی در بغلم و من یک گریه میکردم به خاطر از اینکه امی سک یک رقبی زیر پای. هدف ما چی بود؟ هدف ما این بود که اینمی جوانایی که داخل پارلمان میشن قدرت ندارن، اینا پول ندارن، اینا زر ندارن، اینا زور ندارن و اینمی زردارا و زوردارا و تفنگدارا و مثل لاله و پاله و زایر قدیر و اینا اینمی نا اینمی نار اینمی تک تک میکنن اینمی نارا. اینی هدف ما بود. آل آقازاده هایشان خود کاندید کرده. یک رقم فکر میکنن که افغانستان خانه مادر پدرشان است. پدرهایشان که گم شون و بمرن و پیر شون و بلا در پسشان شون، آل نوبت اولادهایشان است. او مردم افغانستان where are you؟ کجا هستین شما؟ اما گناه مردم افغانستان نیست، به خاطر از اینکه مردم افغانستان به دسته دسته تقسیم شدن. تمام افغانستان تاجک پشت تاجک است، ازاره پشت ازاره است، ازبک پشت ازبک است، پشتون پشت پشتون است. اینا فکر نمی کنن که اینمی پشتون خوب یک ازاره یا تاجک یا تاجک و امی سه قوم دیگه فکر نمی کنن که اینمی تاجک خوب شاید به درد ما بخوره، شاید درد ما رو دوا کنه. در این فکر نیستن، در فکر پپا هستن که پپا ببرن. خب اما ترس که جوانایی که خود کاندید کردن، امیدوار هستم که اینا در یک شرایط قرار دارن، در یک شرایط بسیار اساس تاریخی مملکت ما قرار دارن. خدا میدانن که چقدر اینا تهدید میشن. شما شنیدین که یکی از کسایی که خود در پارلمان میخواست کاندید کنه در غزنی بیچارگه کشته شد. ما اجمل جان تلفنش قطع شد که من برش میگفتم که آیا تهدید شده از طرف از این قوای از امی آدم خورا از کس تهدیدشان کرده یا امی جوانایی که مثلا شما فکر کنین امی چند جوانه که اینا رو به نام جوانای نخبه گفتن که خود داخل بر پارلمان کاندید کرده، شما فکر کنین که امینا خدا نخواسته خدا نخواسته در حق هر کدام از اینا یک کار شود، چی داغ دل بر تمام ما و شما می باشه که امروز ما یک جوان میاریم برای به تلویزیون به برنامه میاریم که راجع به کارهای خود گپ میزنه، راجع به بدبختی هایی که دیده گپ میزنه، راجع به مشکلات مردم گپ میزنه. خدا اینا خواسته خدا اینا خواسته یک روز یک کار بخش نشه، چنانچه که در حق یک آدم در غزنی کار کردن. یک آدم خود کاندید کرده در مابین غزنی رو کشتن. قار غضب خدایا شون. فقط یک چیز یاد گرفتن، کشتن. بسیار میبخشین بیننده عزیز که ما چون پلان همی بود که ما برای دو ساعت همراه اجمل جان باشم، به این اساس اجمل جان دیگه به تلفنش قطع شد، امکان داره که زنگم دیگه نزنه، اما ما دیگه به یک چند دقیقه که مانده ادامه میتم بعد از او برنامه را یک باشیم که فیسبوکی های گلا ببینیم. فیسبوکی ها بیاین که ما شما امروز گپ بزنیم. قندولکا آفرین زاهره جان نشته کردین سخنگوی اجمل بلوچزاده سخنگوی دکتر زلمی رسول بود، یقینا که باز تیم دکتر زلمی رسول فکر میکنم که همراه دکتر عبدالله یک جای شدن و به مو اساس بود که ایرال سخنگوی میگن، مگر سخنگوی مخنگوی نبود. آقای عزیز رحیمی نشته کردین یک شخص از شکردری کابل هم به قتل رسید، او هم خود کاندید کرده بود، چطور که ما از او که خبر نشدیم، نامش چی بود او بیچاره؟ کاد غیر قابل باور است که اگه آدم به خاطر که در مملکت خود خدمت کنه بخواه کاندید کنه او کشته شود. اسد جان صدیقی نشته کردین که سگ شما بهتر است از طالبا. الله، اگه من چالی رو بر شما به تلویزیون یک فیلم شبانم و این ترکایی رو که یاد داده، هر کدامتان عاشق چالی میشین. افسوس افسوس که من عکس شد و امو کارایی که میکنه من ندارم، اما دلم کباب شد، گریان کردم، بسیار گریه کردم وقتی چارلی رو در بغل خود گرفتم، در بغل ماکمش گرفته بودم و میگفتم چارلی ام ساری
کی سک کرد توی تو کرد اینقدر گریه کردم دلم داغ داغ شد و خدا رو شکر میکنم کاسه به برش نرسید و همون شب مرا تا صبح خواب نبرد و اینه میدید اینه مونمونم سنه در پیش روی من بود الله وقتی که میشنم که مردم اولادای مردم در افغانستان میکشن امی فرخندره یا هر کسی را که میکشن من طاقت دیدن از این نداشتم که یک سگ سر سگ من حمله کرد چطور مادر پدر از چطور مادرت فرخنده زنده ماند الله الله توبه خدایا او روز نبیری سر آدم من ایواز مادر فرخنده می بودم یک دانه پایپ پیپ از چی میگن میگرفتم تیل پرش میکردم در اونمون پیش روی مسجد سرپل استاد میشدم در سر خود منداختم گوگرد میزدم خود در میدادم که دنیا میفهمید که در افغانستان عدالت نیست هلو گپ راجی به عدالت میزنین مگی تان سلبین شتین فقط گوش میکنین برتان موسیقی باید باشه برتان ساتری باشه من خب میبینم مثلا در مسائل در فیسبوک در مسائل سیاسی افغانستان هیچ علاقه مندی ندارین اصلا بسیار کمتان علاقه مندی دارین اینه می ساز باشه و کنسرت باشه و رقص باشه و پخص باشه اینه می چیزا رو دوست دارین گناهتان هم نیست کسایی که در خارج آمدین دیگه خستام شدین واقعا ما شما خسته شدیم از مسائل افغانستان آل امروز که خلیلزاد باعث نماینده ویژه امریکا در کابل رفته آیا خلیلزاد میتونه جنگ عبدالسال امریکا را استاد کنه و سال را با طالبا بیاره؟ با کدام طالب؟ پایلوچ او طالبای پایلوچ از کوا پایان شدین یا نه؟ عقل در کلایتان آمده یا نه؟ فهمیدین که جنگ دیگه بس است یا نه؟ یا میخواین که شما خودتانمو حکومت بگیرین و باز نهی از منکر و چطور چیکار شروع کنین و باز که بلایتان بگیرین و در پایای آریانا سعید بزنین و باز این دخترهای یک دختر شنیدم که گفتن یک گنر پیشه رو کشتن که من نمیفهمی گپ درست است یا نیست عکسش در فیسبوک دیدم دلم بر از او داغ شد یک دختر جوان بودی گپ درست است یا نیست آقای رحمانی درست میگین در قتل فرخنده پلیسای بزدل تنها پلیسای بزدل نبود امو لچکایی که به دور برشان بود و امو نفرها و بچهای پسرایی که در دور برشان بود امونا یکیشان جرأت نکردن یکیشان شامت نکردن بایسی اگه انسان که داخل شون و او دختر از زیر لغت زدن چند کسیف بکشن تنها پلیس نبود بله بفرمایین بری خط هستیم بله سلام علیکم سلام جان از سلام جان ما چی حال دارین بفرمایین سلام خوب است مهربانی زنده خاطر همی کاندیدا گفتین وکیل صاحبا همی جوانای در قندار یک 20 روز یک دوسته میشه جوان بسیار مقبول امتو کاندید کرده بود خدا در قندار بیچاره رو کشتم آه امیل محمود جان حاجی زاده در فیسبوک هم نشته کرده که در جلال آباد یک کاندید دیگر به شهادت رساندن بسیار دمی جوانایی که امروز خود کاندید میکنن من از قندار دیدم من یعنی شما نام قندار را نگرفته نه بسیار یک جوان نازنین بود من نمیتونم جوان را ببینم یعنی امرو را کشتمش بیچاره الله چی بگویم خدا دیگه یار خدا هیچ خداوند گپ ما را نمیشنود قال مقال های ما را نمیشنود یا از ظالم هستن یا از وحشت هم تیر کردن یا از کدام سیاره آمدن نمیفهم یا چه قسم انسان هستن سرجان کاش که میان مردم های شدیفی بودن یا ایوان هستن میخوانن در دولت افغانستانی بودن خالی ها انسان نیستن آلیا انسان که که روز یارو ما بگیریم قبولش کنیم نه یا انسان نیستن یا حیوان هستن حیوان یا حیوان های درنده هستن با خدا ماینم اونمو سگا که دیدم که در سر سگا که ما که خیز میزد ما وقتی که چالیر در بغلم گرفتم فکرم رفت طرف اینمی جنایتکارا و قاتلا و کسیفا گفتم اینمی ها اینمی تو بیرحم هستن اینمی تو مردم کشتن و خود تنگات که در فیسبوک شاید خود تم دیده باشی دون خراسان جنگ میکنه دون مرغ کو جنگ میکنه یک سگ و یک مرغ دیگر کش میکنه نه دیگه جنگ نکنیم سگ چقدر عالمی حیوانات رحم دارن یک انسانات رحمشان خدا گرفتن امیاخ کل از یا انسان هستن
کلمه میگن مسلمان هستن بی سفر دمی تلویزیون آمده می سخنگوی از یا میگه نمی وزیفه ماست. یعنی امروز در افغانستان امریکا آمده کفر آمده آلو امریکا و کفر آمده شما غریبه را میکشن آلو تو رست که امریکا و کفر که آمده امریکا و کفر اینه می سیافشان آورده خب. تشکر جانم لطف کردین میربانی کردین از تلفون دان بفرمایین هموطن عزیز برای خط هستیم سجیه جان گل سلام برسن سلام زلمه جان زلمه جان قندول سمندول ما زلمه جان گل ما زلمه جان سلطان خنده افغانستان زلمه جان یکی از بیترین های افغانستان زلمه جان چرا خدا دگیر من میتی که من دگیرم چیزا رو برد بگه مای لوی زلمه جان زلمه جان که هیچ وقت تکرار نمیشه شکر که سر چاردی بخیر تیم شد منتا ما هم یک خاطره دارم از ویسیان اوبیک اونا هم یک دانتگک داشت خب کسی از رو باز یک برنامه برد میکنم به تا جالب بود منتا اینه براتان بگویم سجیه جان گل تا که مذارت ها میخواییم به حساب سیاست یک دفعه چون احساس دارم وطن خود مردم خود آه رفتی افغانستان بگو که در افغانستان مردم چی رقم دیدی بگو والا اون مردم همون فضایی که اولا سجیه جان گل بعد از اینکه مثلا مذارت ها میخواییم که در وضعی پاکستان واد شد بر افغانستان دور از مردم با شخصیت دور از مجاهدهای واقعی چیزی که مردم رهزن و کسیفه که پاکستان اونمونجا بشیر حرام تربیش کرده بود اونا را کلشان اسناد به نام پشتون افغان داد کلشان با منتظر روان کرد در کابل نازنین که تماما مردم نازنین با اخلاق و با ناموس و با شخصیت کابل برهم زدن و امروز آیسای پاکستان تا که یک نفر افغان است یک جوان است نی پشتون ما را نی ازبک ما را نی ازاری ما را نی تاجک ما را و هیچ کدامش نمیمونه که به نام افغان سر دیگه بلند کنه به خاطر از اینکه 98 درصد آیسای پاکستان به شمول قدرت های یعنی چیزایی که به حساب همی آقای چیز محترم همیش یاد میکنه کلش خب اونمون مردم هست نمیمانه جوان های مارن نیم پشتوز مارن نمیمانه نیم و هیچ کس هم دیگه ما تا که عمومی از خارج کل مردم جوان ها ما کل یک دست نشیم در به حساب که خود امریکای ها و اروپای ها هر کسی که هست که از اینا جوان های روشنفکر برن صحبت کنن و اینمی آلت دست جمعی از چهار دو بغل و از درون افغانستان هم و به خاطر از اینکه که راستی هم همی آقای اشرف غنی بیچاره نمیتونه که تیستر کی رو کنترول کنه به خاطر از اینکه که 98 درصد آیت های پاکستان دوزی رزالت و چیزی که کسافت ها در کابل درو کرده در افغانستان درو کرده و نمیخواید که مردم نازنین ما را جوان های نازنین ما را دیگه محتر بلد کنیم و علت شینمی از دیگه هیچ کدام علت دیگه نیست تا که ما یکی نشیم تا که ما خود به خود دل نسوزانیم هیچ کس دیگه به ما دل نمیسوزانه و ما گفته اگر تا دیگه ببینید که چه وقت نگه چوب خدا صدا نداره وقتی که زد دوا نداره این کسایی که به نام افغانستان مادر ما را در روز دامان کلان شده نام افغانستان سر خود مانده و بر از او خیانت میکنه خداوند در این دنیا و در اون دنیا شمسار و رویسی های کل دنیا بسازش نابودش کنه که جوانای ما عزیزای ما دیگه فامیلای ما دیگه در خون نشن و یکی دیگه همی جوانای نازنین ما در افغانستان فقط اینا در هر منطقه اینا از خود یک دفاع خودی جور کنن و خاطر از اینکه سابق در دوره امیر دکتر نجیب هر چی که بود حتی یک مامور خود کشته نمان یک نفر بینیش خون نمیشد اینا اسناد پرسان میکردن که تو از کجا هستی از کجا اطراف هستی در کابل در آمدی از کجای کابل هستی و اینا کل مردم میفهمید که اینی از کجا هست و اصل نسبش معلوم میشد و امروز اینا آقای اشرف غنی از پای خودی نداره که یک اسناد پرسان کنه که آقا تو از کجای پشتون هستی از کجای افغانستان هستی از کجای کابل هستی از کجای مثلا جلال آباد هستی به این قیافه به این شکل ما هیچ وقت در تاریخ خود نداشتیم و هیچ وقت در کلچر و فرهنگ خود با این لباسی که تو در داخل شهر درآمدی ما نداشتیم اینمی چیزا را باید از خود همی افغانای ما خود همی ملت که در کابل زندگی میکنن در هر منطقه باید از خود یک دفاع خودی جور کنن به خاطر از اینکه نمیتونه دیگر یک رفتنی این کنترول چرا به خاطر از اینکه اگر میکارن نکنن اسناد پرسان نکنن و یکی به دیگر دوستی ندن به خاطر از این بینمی حالت آیتهای پاکستان پاک میشه از وطن ما زلمه جان من امرای یک گپت یعنی امرای تمام گپایت موافق هستم اما کمپانیای تلفن عامل قصر زیاد مردم کمپانیای تلفن است به خاطر از اینکه
کنترل نمیشه، حساب میشه و این می دشمن از تلفن استفاده میکنه، میره مردم ما رو و اینا فقط اونم کارتا رو در میری ترک بسوشم و وزارت مخابرات ما در جیدیان نیست که مثلا در کدام تلفن در کدام نمبر زنگ زده شده. در اینی چیزا هست بگه قربان زلمجان گل به یه گپ که بزدی که واقعا امو گپ قلب ما و قلب هزارها نفر است. اینمیست که ما مردم خود ما باید منسجم شویم، خود ما باید همدست شویم، خود ما باید خوشبین شویم، خود ما باید بر افغانستان کار کنیم. این رقمی نمیشه. خودت هم یک دختر کابل است، ما هم یک دختر بچه شهر فرونی کابل هستم. اصلا اینمی موضوعات هیچ وقت در وجود ما نبوده است. کی از عرب بود، کی اوغان بود، کی تاجر بود. ما اصلا کل فامیل ما بود. وقتی جشن میشد در کابل نازنین ما، شما باور کنید و خدا باور کنید که بامبای ما در و دیوار ما از میمان از اولایات پر بود، از محبت، از خنده، از مذاق، از ساتری. اصلا این کلتی در آغوش ما بزرگ شده چی زمانه بود، کسی که در آغوش کابل ما بزرگ شده برای کابلی و برای مردم کابل خیانت میکنه، لعنت بر لعنت بر محسن و نسبش. تشکر مردم خود خیانت میکنه. بیا زلمه جان دیگه دمی آخر دیگه مری خندان بتی باز برو قربان چم تو خود که وقتی که میگه آخر میگه میگه یک آدم میگه که یک بحث گرفتن گفت که آجی باقی مریض است. آجی باقی مریض است. یک دانه بعد گرفتن، یک دانه بعد بر همین فامیلا می رفیقایش تقریبا 20 نفر می شدن. یک دانه بعد اینا کرا گرفتن. وقتی که بعد کرا گرفتن یک دفعه دی نفر گفت همین نفر موتروان گفت یک نفر کمبوت هستن، هم یک نفر دیگام پیداش هم از سیسیس یک نفر شمیم که من بخیر رکت کنیم بریم طرف دیدنی آجی باقی. گو بیادر خیر است، حالا یک 20 نفر هستیم این پیسر هم امیدیم بریم که در شفاخانه آجی باقی مریض است. این موتروان سه دو پای دهت دروی کرد، دهت موزه دروی کرد. نه مالا من نمیدارم تا که یک نفر دیگام پر شود در چوکی، یک چوکی خالی مانده در چوکی هم پر شود هم بریم بخیر کن. تصادف یک نفر از این طرف دریده دریده آمد یک دفعه نفرها گفت گو بیادر گفت برو گفت بونه یک نفر دریده دریده میاد گفت برو بیادر یاسین از بخوران خدا گفت جالو بر خدا باور کن گفت رو بیادر یه ندی اگه این در موتر ما بره سبسیتر موتر یا تکر میکنه یا یک حادثه میشه برو بیادر گل کردنی سیر شده میده نفر من چی کنم من زیر نمیشم بانک بیایه بیادر جانو در کسید من یک سوالی کار دارم این جانو کمی آمد گفت برو بیادر کمی جانو به تا بس قدم از بر خدا خبر خراب داره هست داره برو بیادر حرکت کن پشت جانو بانک جانو بیادر این جانو کمی آمد در این دروازه موتر کردی بالا شد گفت بیاین که آجی باقی جو شده دیگه یک ضرور نیست که شفاخانه کنین من بکنم. اما یک جوکت است که من همیشه او رو قدر دوست دارم و او رو بر اولادام میگم و بسیار خنده میکنه. اما مخصوصا که امو آخر که صدای یک خانمه که میکشی که کجاست او رای بیشت دگاهش کجاست باز میگی که ما آمدیم دگاه میاین او دگاه بسیار شیرین است. او رو همیشه در پلیلست مانده همیشه او رو به تلویزیون پلی میکنم. زلمه جان خندم امیدوار هستم که روز شبه که ما پس دوباره به مقابل خود به وطن خود به افغانستان نازنین خود بریم خداوند پاک هر کسی که برای وطن برای وطن خود به مردم خود کار میکنه اقبال بلند از طرف خداوند یک لبایی که خداوندی شوه که یک آرامی شوه افغانستان ما و هر کسی که خیانت میکنه خداوند پاک نابودش کنه کت مملکتش کت دینش کت مذهبش. آمین. لاویو قربانت. لاویو تو آی لاویو زلمه جان گل من قربانت. یک دنیا تشکر عزیز دل من قربانت. با من خدا جان من بابا زندگی پر محبت نشته کدی که چارلی را زیاد دوست داری؟ بسیار دوست دارم. قلبم از چارلی. چارلی از مای لاف. باشین کنال دیگه یک چند دقیقه پیامای شما رو میخوانم. بعد از او تبسم جان تام. سلام بروی ماهت نازنین. چی کنم این تلفون آمد باشین میخوانم باز. بیننده عزیز بروی خط هستین بفرمایین. سلام برسه. سلام به شما برسه هموطن گل. ببخش وقت تانه گرفتم اینو می صحبت هایی که از داخل افغانستان نشتیم از دوستا. ما پیشتر گفتیم که خوشبین هستیم به می انتخابات به می نفتیم. باور کنه یکی از مردم در بسیار بسطلاح
سیاف، خلیلی، معقد و پنسال دی یک تعداد زیاد از اخوانی ها این دفعه خدا کامیاب کنجید کدار مردم نگه نگیم تمام همی لوگولی ها و لچک های کس در کابل بانسان این همه تمام طور این مردم جمع شدن خاطر که یا حمایت شما میکنن وقتی کنها جنایت میکنن و چنگار قانون سپردن همیشن و مشکل دیگه ایست که پول دارن اینا رو اینا که در پارلمان بیاین یک نسل دیگه باز و از آب از فکرت از یاد ایا از پدره فکرت از یاد تر آزم کش جنای کارتر هستم باور کنید راست حالا من بلا نگیز یک مثال در شما میگم طالبه که 30 سال پیش کشته شد یا 20 سال پیش یک بچه دیگه که 10 ساله بود حالا که طالبه سو 30 ساله او قتلش و قصاوتش و بیرحمی زیادتر هست از کرده این رو باور کنید از پدره خود بچه گلویدین از گلویدین ها مختر و این در یعنی یک سال میشه که از پاکستان آمده این خامی چه کلان شده راست میگین راست میگین آیسایی برش دست داده تمام عمر از پر این باشین که من یک سای از یارم بانم که یک دفعه اکسای شانم سای کنین بله بله من یک دیگه 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 من بشه سیار خطرنا کرده که من چیزی نمی چاکو کش آدم کش آل پرش اینا در بانسان باور کنی کنی خون ارتباط خواهیم کدم مردم مردم که ما خوش بیدن این نمایت مردم که داخل با کچه صحبت می کنیم میگن وضع خطرناکتر است برای که یا هم خود آل دو قاتل شدن صاحب خود پدرش بود قاتل آل خودش آمد آل دو قاتل احجای شدن آی نو چی کار کنیم بسیار زیاد تشکر قربان یک دنیا ممنون سپاسگزار از تلفن تن تشکر محمود جان آجیزاده گل قند نازنین چشمایت مقبول است عزیز دل من یک چند پیام میخوانم بعد از او از حضور شما مرخص میشم برنامه گل و گلزار است یک دو سریال شروع میکنم مفتی آینده باز برتان میگم بسیار سریال های خوب است سریال های ترکیز ببینین ناجیه سروری I love you too قندم مام ازت پراود هستم مام سرت افتخار میکنم فرزانه جان ای که من قضاوت من خوش داری که من خوب قضاوت میکنم قربانت با محبت داری امو چیزی که در قلب من خواه نه به کدام حزب و نه به کدام سازمانی به و نه به کدام شاخه بسته هستم اینه میجا میایم چیزی که جنایتکار و وطن فروش و خائن و یاک است میگم نوریا جان ولی مسعود قند استی شما امروزی این رنگ بسیار خوش کردین تانک یو تبسم جان تام I love you تو قند ما استا سرمینه لرم افغانستان نشته کنین که همشان نوکر هستن یقیناً که نوکر هستن دیانا جان جهانیار از این که شو را گفتی beautiful است thank you so much قندل امی که خوشتان میعش و این امی کنان گپ است امی که خوش میکنه این امی که امرای من میباشین خب هر صورت یک ذره که من یک موضوع دیگر را میخواستم تیسیز بگویم بعد از او باز میرم از حضورتان مرخص میشم بیننده عزیز شما میفهمین که به می ترتیبه که مواد مخدر یک چیز بسیار زشت برای یک انسان است که آدم ادیکتد میشه به مواد مخدر اما طور که شراب است که مثلا که میگن که اینی آدم الکحالیک است که صبح که میخیزه شراب میخوره تا بالای شب زندگی خونه نمیفهمه به اون ترتیب قمارم است یکی از دوستا بر من دو سه روز پیشتر تلفن کرد قصه یکی از کسایی را گفت که من یک شناخته یک اندازه امرای از فامیل داشتم بسیار زیاد متاثر شدم قندم دیگه تلفن نمیگیرم جیگرم بس از دیگه باز ای بله بفرمایید شجاع جان سلام علیکم خدمت شما خدمت عرض کنم که رازیش پروگرام شما خیلی عالی اما در مورد پروگرام سایلا جان واقعا پروگرام بسیار عالی و بسیار خوب و در هر مورد صحبتی که میکنم واقعا دارای بسیار ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است خدا حافظ تشکر زنده باشید یقینا شالا جان بسیار جد به پروگرامش گل کرده بسیار مردم خوش دارم من تا بسیار چیز کنین پروگرام شد بسیار نفر زیاد داخل شوین در فیسبوک خوب هر صورت
با مو ترتیب که مثلا شراب است و نمیفهمم قمار است و این است و آن است، خب به چیزایی که آدم اعتیاد پیدا میکنه معتاد میشه، از او جمله یک قمار زدن است. دیگه تلفن نکنین خواهش میکنم، دیدین این سلسله از پیشم رفت. باز دوستم از زنگ زد گفت که یک فامیل نامش گرفت، من آشنایی هم روشان دارم، بسیار فامیل خوب، شریف، نجیب، بسیار دوست داشتنی، بسیار پولدار، اما بدبختانه متاسفانه که اینا در رینو در یک شهر زندگی میکنن که کسینو تقریبا 5 دقیقه نزدیک به خانه از ایناست و شوهر هر روز برای از اینکه گفته خودش که در اون وقتا گفته که هاو ا گود تایم داشته باشه به یک کسینو میرفته، خب یک روز برو، دو روز برو، سه روز برو، چهار روز برو، پنج روز، یک سال و دو سال، آدم معتاد میشه و بالاخره همی چیز سیوینگ پول که در اکاونت بانک خود داشت، تمام ای پول در مابین قمار میره. کردیت کارت ها هم مگی چی میشه؟ یعنی پر میشه دیگه، در کردیت کارت هم یک دلار نیست که از کردیت کارت هم استفاده کنه. بالاخره چی میکنه که سرخانه خود قرض میگیره سرخانه خود و ای پول قرضه را میبره قمار میزنه و خانهش چون پول کردیت کارت، پول خانه را، پیمنت خانه را و موتر و این و این داده نمیتونه، همه چیز دولت می بانک می خانهش میگیره، دیلر می موترش میگیره، از خاطر کارتای خود بنکرپسی فایل میکنم. با خدا میر شنیدم، اقدر متاثر شدم که من شدیدن از افغانای عزیزی که شما نزدیک پچنگه هستین یا نزدیک امی لاس ویگاس هستین یا رینو هستین یا امی جایی که موضوع قمار است، شدیدن ازتان خواهش میکنم، تمنا میکنم که خود آغشته قمار نسازیم، که قمار کاملا مثل یک دراگ است. خب بیننده عزیز و گل نازنین، ای بود پروگرامی هفته ما که امید است مورد پسند شما قرار گرفته باشه. پروگرام های ای رقم مصاحبه فکر میکنم قدر برتان شاید جالب هم نباشه یا شاید جالب نبود، خب هر صورت، مگر من دوست دارم که امروی جوان ها هر کدامشان رو بیارم برای خط و امروی هر کدامشان صحبت کنم، گرچه که اینا کدام پول برای تلویزیون هم میپردازن یا ای گپا نیست، من فقط میخوایم که جوان ها رو تشویق کنم، کاندیدای نو تشویق کنم، امروی هر کدامشان رو برای خط بیارم، امروشان مصاحبه کنم که شما بفهمین، کارهایشان رو بفهمین، پلانهایشان رو بفهمین، تشویقشان کنیم که اینمی جوان ها آینده سازای افغانستان هستن، اینمی جوان ها داخل پارلمان شوند و امی بدرنگا را از پارلمان بکشند. بیننده عزیز گل فیسبوکی گل، I love you, I love you, I love you, thank you so much. از مسیج هایتان، از محبت هایتان، از مهربانی هایتان، قربانتان. اینمی که نه آقای عزیز رحیمی که نشته که این کس که استقامت وقتی که معتاد شد استقامت دیگه وجود نداره. من بسیار مردم معتاد هم میشناسم که وضعشان بسیار زیاد خراب است. نفس جان ترین امروز یک گل عزیز دیگه آمده به نام نفس جان ترین هم شاید باشی. قربانت، خودت مقبول، چشمت مقبول، خودت گل، بدنت گل، دهنت گل، لبت گل، بدنت، پیرهنت گل، لبت. بله بیننده عزیز بفرمایید، نفر آخر هستین دیگه، با زنگم نزنین، بفرمایید. بله سجیه جان، کم سلام علیکم. از جان من سلام علیکم به شما، سلام سجیه. خدا الهی کمت نکنه، زنده باشی، زنده باشی. نمیباره کمال همیان که میگی دیگه که خوش شدم، بسیار پروگرام های در خوش داریم، راست میگی که کمال های در موطن ما در وقتی که نفرا میزدن ای دارهای و عزیز برشان نمانده. نه قمار در امی قمار که یک آدم فکر کنه که ولا اینال من امشب یک 20,000 دلار بردم، اما 20,000 دلار پس میره میبازه، با دلش کفت میکنه، میگه من باش که دیگه پیسه بگیرم که برم قمار بزنم کم پیسه بگیرم، در حال که زندگی خدا باز میبازه. بیخی خدای رای کمت نکنه، دیر سال زنده باشی، امرای اولادت گوی تو پاپیله، زنده باشین میره بانه، خدای رای کمت نکنه، حضرم قربانتن، زنده باشین شما، شما میره بانه سین، زنده باشین. یک دنیا تشکر از تلفونتان مادر عزیز و گل من.
الماسی، الماسی جان احمدی خودت ما او گلار نسار قدمای قند ما سومی جان عباسی لاو 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 صد لاو برات. بفرمایین بری خط هستین؟ میگم جواب نمیتونم باز ببینین که جواب میتونم. بفرمایین. بله سلام علیکم. السلام جان ما، چطور هستی سجا جان؟ کم خوب هستی؟ صد خوب هستی؟ زنده باشین تامیل خود، زنده هستم. بفرمایین سجا جان. کم بسیار زیاد خوش شدم، چخوب معقول گم میزنی، چخوب کالای معقول، لیراخ معقول پوشیدی دیگه، بسیار زیاد معقول معلوم میشی از پروگرامای بسیار زیاد. اگر داخل هم خاندن بچه ماشی تبانی دیگه بسیار زیاد خوش میشم. خواندن بچه ماشین ما باید پیدا کنم از از اتاق دیگه هم خواندن بسیار زیاد فرمایش میتین. ما می انسرین کم بچه ماشین را خواندی بسیار مقبول خواندی دیگه. اما بچه ماشین ایترست که در دائمی انسرین ماشین که وقت مسج میمانن، یعنی زیادتر مسج ها بینمیست که اگر ما امکان داشته باشه که بچه ماشین باشین، من کوشش میکنم که اگر اگر پیدا کده بتانم خویی کار میکنم. اگر نیکن ما از کانادا زنگ زدیم. قربانت، یک دنیا تشکر عزیز دل ما که زنگ زدی، لطف کردی، محبت کردی، مهربانی کردی که زنگ زدی. اگر پیدا کردم اینم یال در صدد پالیدنش هستم، اگر پیدا کردم 100% به خاطر گل رویت که زنگ زدی میمانم. سلامت باشی، خوش شدم دیگه صدقه که تشویدم خودت هم که از تلویزیون پروگرام های خودت ها رفته میبینم دیگه. خدا رو شکر، مقبول، بسیار زن میربان، بسیار زن دلسوز دیگه. از هر نگاه بگویم تا خداوند کمکت کنه، خودت فامیلت هم دیگه خوش آرام باشین. زنده باشین، میربان هستین، زنده باشین. باشین که اگه ما خان... تشکر، قربان شما. امیر بسیار امی آهنگ فرمایش میتین، آهنگ بچه ماشی ماشی را ما برتان کوشش میکنم پیدا کنم از طریق خدا کنه که پروگرام قطع نکنم. ما خب بسیار گفته آقای وردک می که بمی چی ماوس که به دستت است گایی طرف میری، گایی طرف میری، همه چیز خراب. مگر برتان پیدا کرده بتان 100% برتان میمانم. چرا نه، مخصوصا که آخر برنامه ما است و یک اندازه خستم شاید شده باشین. اگر پیدا کنم یک دقیقه مر وقت بتین که اگر پیدا کنم برتان میگذارم. پیدا کردم. الله چطور میگفم میزنی؟ کسایی که سخت پریزگار باشه و از مواد مخدر خود دور کنم، من راجع به او آدم ها گپ نمیزنم. من راجع به کسی گپ میزنم که باز چی میشه. وای جان شیرزاد بسیار زن دلسوز است. من هیچ خوانده نمیتونم این رقم فارسی را. الماس جان قند نشته کردی که وی جان ما تو خودت قهرمان مستی جیگر من. نوریا جان ولی مسعود نشته کردی بچه ماشی شانه موچن باشی بچه ماشی. ای آهنگ خوش دارین بسیار ای آهنگ. بچه دست ما بگی که راه کابل بزنه، بچه ماشی ماشی بچه شبو بیچینیم بر سر سنبول بزنیم، بچه ماشی ماشی بچه ماشی ماشی شانه مویم باشی، بچه ماشی ماشی بچه امشب پیش ما سبا کجا می باشی. یعنی ببینید که از خاطرتان میخونم، آهنگ آماده کردیم، آهنگ بر شما میگذارم. ای بود پروگرام هفته ما که امید از خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده سر ساعت 11 که باز هم میمان خانهایتان میباشم. هر کدام شما رو به خداوند کریم رحیم مسپارم. روز روزگار خوش هر جایی که شب هستین، خواب راحت، شب خوش هر جایی که روز هستین، روز خوش داشته باشین. فردا ساعت 12 برنامه دکتر خالدی رو فراموش نکنین که برنامهش فوق العاده است. اونا از استرالیا برنامه بر ما درست میکنن، ما به تلویزیون میگذارم، حتما برنامه رو ببینین. اگر سوالی داشته باشین نشته کنین، برید که برشان نشته کنین که با سوال بر شما جواب بگه.
ای شما و ای خواندن آهنگ بچه ماشی ماشی سجو. بسیاری کسا مر سجو میگم. Bye, love you.